طول شبکه رنگ کمان هم به حال علی رغم جای دیگه پخش میشه شبکه رنگ کمان هم داشته باشیم. فقط هم آقای قاسمی صدای من رو Recording in progress. ممنون. خب من باز مجبور شدم صحبت کنم. این خانم و اون آقایی که کنارشون نشستن، اولا بهتون تبریک میگم که هر دو نشستید اینجا، بهترین تصویر رو شما دارید. یاد ما بدین چه سیستمی استفاده میکنید. ما نور خدادادی داریم، مثل احمدی نژاد که میگو پاله این هشهشو نورانی ما از آنها میاد به حال دیگه. از به ویبکم رفت داشته نور خونه خوبه، پنجره ها بازه و چیز دیگه. بله ببخشید، کسی صدای منو میشنوه؟ بله، صدا و تصویر شما داریم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، تشکر. دوستان اگر موافقید امشب یه 3-4 دقیقه زودتر شروع کنیم، چون که به خاطر سیتی برنامه ویژه هم داریم بهتر بتونیم اجرا بکنیم. سلام دارم خدمت همه دوستان. خواهش میکنم میکروفوناتو ببندیم. خواهش میکنم. میزگرد امشب دوستان صدام اکو دارم. آقای جعفر بله خواهش میکنم میزگرد امشب اندیشکده آقای نه اگر اکو دارید اشکال از خودتون میاد آقای خلف از خودتون آقای ایران دخت الان هم دارید بسیار بده ایران دخت آقای جعفر بله خونشون باز ایران دخت. آقای خلف صحبت میکنه صدای اسپیکرتون رو کم کنید، چون که از کامپیوتر شما پخش میشه و بعد مجدد اونجا پخش میشه. من فکر میکنم بله، متشکرم، خیلی ممنون. میزگرد امشب اندیشکده آگاهی و شناخت به حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران برگزار میکند. موضوع نشست وضعیت کنونی ایران چه باید کرد؟ سخنرانان امشب خانم سفیده پورآقایی، کنشگر سیاسی و فعال حقوق زنان، و آقای کامبیز قائم مقام، عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور می‌باشند. دوستان خواهش می‌کنم میکروفون رو ببندید. به خاطر سی تیر اگر اجازه بدید چند دقیقه به آقای فرنگ قاسمی و آقای امیرحسین لادن وقت بدم. آقای قاسمی بفرمایید. بله، من چند با درود خدمت دوستان نخیر اشکالی داره آقای جعفر لطفاً خودتون میکروفون رو ببندید، من نمیتونم هر کاری میکنم من میبندم میکروفون شما باز میکنید باز صداها پی تکرار میشه. بله الان چطور؟ الان خوبه. آقای جعفر نجات دست نزنید به دستگاهتون دیگه. فرمایید آقای قاسم. بله من یه 2 دقیقه میخواستم به مناسبت 30 تیر 1331 قیام ملی 30 تیر و یک نبرد قانونی که در دفاع از مشروطیت بود انجام گرفت صحبت بکنم.
و یک یادآوری بشه از سی تیر. البته سی تیر رو همیشه کسانی که در نهضت ملی بودن میدونن که طرفداران نهضت ملی همیشه این روز رو به یاد داشتن و برای جان باختگان سی تیر همیشه به ابن باویه میرفتند و این هفته یعنی امروزم من خبرها رو داشتم که آقای فرحبخشم در سایتشون در فیسبوکشون گذاشته بودن که دوستداران جبهه ملی و نهضت ملی در اونجا حضور داشتند و به یاد جان باختگان سی تیر در اونجا بودند. من راجع به فاجعه یا قیام سی تیر صحبت نمی کنم، چون در واقع قیام سی تیر یک دفاعی بود، از یک نبردی بود بین شاه و مصدق که مصدق طبق قانون اساسی میخواست رفتار بکنه ولی شاه میخواست از امتیاز ویژه‌ای برخوردار بشه و اجازه نمیداد که وزیر جنگ و وزیر دفاع رو مثل بقیه وزرا مصدق معرفی بکنه و این به اصطلاح نکته اصلی اختلاف سی تیر بود. اگرچه از قبل وقتی مجلس 17 تشکیل شد پیش بینی، یعنی برخی از روزنامه های اروپایی از جمله دیلی نیوز و پاری پرس نوشتن که در ایران تغییراتی به وجود خواهد اومد، چون دوست نداشتن که مصدق باشه. در صورت با خود ماجرا من کاری ندارم، یعنی در این زمینه نوشته های زیادی هست، از جمله یکی از نوشته های من، نوشته های زیادی در این زمینه هست و دوستان میتونن مطالعه کنن. اما چیزی که برای این مهمه و امروز شاید بشه ازش به عنوان یه درس استفاده کرد اینه که یک رهبری سیاسی وجود داشت که این رهبری سیاسی در واقع در یک سازمان سیاسی متشکل مورد اعتماد مردم و با سابقه با هویت مشخص تونست در مقابل اینکه شاه قوام السلطنه رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرد بعد از 3-4 ساعت مذاکره با مصدق که مصدق قبول نکرد که و وزیر دفاع رو شاه انتخاب بکنه، قوام السلطنه رو معرفی کرد. مهم این بود که جبهه ملی در مقابلش مصدق قبول نکرد، جبهه ملی در مقابل شاه ایستادگی کرد و اعلامیه داد و مردم رو به تظاهرات فراخواند و نتیجه این تظاهرات این شد که بلافاصله در خوب زد و خورد شد و کشته شدن شهدای سی تیر، به هر حال همه یادتون هست. اما شاه عقب نشینی کرد، شاه عقب نشینی کرد و حکمی رو که به قوام السلطنه داده بود عزل کرد و دوباره حکم داد به مصدق. ببینید اینجا اهمیت اینه، وجود یک سازمان سیاسی که این سازمان سیاسی مورد اعتماد مردم باشه، یک رهبری مشخص داشته باشه، رهبران با مردم توی خیابون بیان، یعنی رهبران جبهه ملی تو خیابون تو صف اول قرار گرفتن، رهبران با بیان توی خیابون و بعد حرکت، یک حرکت برای دفاع از قانون اساسی مشروطیت بود
حتی حزب تودم علی رغم اینکه با مصدق همیشه مخالفت میکرد به یه شکلی این قضیه رو پشتیبانی کرد ازش. بنابراین در آینده ایران البته شرایط یکی نیست، نمیشه گذشته رو همیشه به عنوان یک مثال گرفت و گفت در آینده باید اینطوری عمل کرد یا نکرد، ولی اون چی که مهمه اینه که جامعه احتیاج به سازمان‌های سیاسی داره، به نهادهای سیاسی داره، به احزاب داره، به اعتماد مردم داره نسبت به رهبری، و این شرایط اگر وجود داشته باشه در هر جامعه‌ای وقتی خلاف قوانین عمل میشه اون جامعه میتونه به پا برخیزه و از حقوق خودش دفاع بکنه. ما گرامی میداریم امروز به اتفاق شهدای 30 تیر 1331. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای قاسمی. آقای لادن بفرمایید. جب خلاف اگر امکان داره اجازه بدین که دوتا سخنرانمون سخنانشون رو بیان کنن و بعد من چند دقیقه صحبت میکنم. سپاس خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای لادن. اجازه بدید به وارد بحث شبمون بشیم. موضوع نشست وضعیت کنونی ایران چه باید کرد؟ خانم سپیده پور آقایی برای مدت 20 دقیقه بفرمایید. خانم پور آقایی. درود میفرستم به همه آقایون و خانم هایی که در این جلسه حضور دارن. استفاده کردم آقای قاسمی از صحبتاتون در ارتباط با یک واقعه تاریخی که تأثیر بسیار مهمی در سرنوشت کشور ما داشت و به هر حال یک خاطره تراژیک در حافظه تاریخی ملت ما هست، در این که یک بار دیگه برای این که بتونه به هر حال حاکمیت قانون رو برقرار بکنه شکست خورد. من برای اینکه وقت رو زیاد چیز نکنم 20 دقیقه من فکر می‌کردم حداقل 45 دقیقه وقت دارم واقعیتش، و حالا نشستم از اونجایی که خیلی دوست ندارم که صحبت‌های کلیشه‌ای و فلبداه بیان کنم زمان گذاشتم و به هر حال آن صحبت‌هایی که می‌خواستم بکنم رو به صورت مکتوب تهیه کردم که خدمت دوستان ارائه بدم، ولی خب سعی می‌کنم که تا میشه با سرعت بیشتری برم جلو. ببینید اون بحثی که الان مطرح هست و خب برای خود من به عنوان موضوع فرستاده شده بود، مسئله بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابون‌ها هست، دلایلش هست و این که اصلاً هدف از این دوباره برقرار کردن ماشین‌های سرکوب در خیابون‌ها در ایران چی هستش. ببینید وقتی که ما می‌خوام در مورد گشت ارشاد صحبت کنیم بدون شک ذهنمون سریع به سمت مسئله زنان و مسئله حجاب میره، اما واقعیت اینه که مسئله حجاب فقط گذاشتن یا نگذاشتن لچک نیست. این یک نبرد علیه ملاهاست که به راه افتاده، در واقع نبرد زندگی علیه مرگ و عزاداری و کنترلگری. فقط هم مربوط به حجاب نمیشه. شما ببینید چقدر در بین نسل جوان ابراز تمایل به عقاید الحادی گسترش پیدا کرده در ایران. خب یک رژیمی که بنیاد و بناش بر اسلام سیاسی و تفتیش عقاید هست، وقتی میبینی که تو فضای عمومی علیه تمام اون ارزش‌های فرضیش که دهها براش میلیاردها هزینه کرده یک همچین فضای شکل گرفته، اون احساس خطر میکنه. احساس خطر میکنه چون اگر این نیروی اجتماعی که به وجود اومده بتونه سبک زندگی خودش رو انتخاب بکنه و ارادش رو بر رژیم تحمیل بکنه، اون وقت اون لایه نازک در اقلیت که یا به خاطر پول از این رژیم حمایت میکنه یا اینکه به هر حال یک از لحاظ فکری افراطی و تندرو هست، این دوچار لغزش شدید میشه در حمایت از رژیم، و این خطره که در شرایط حاضر بلندترین مقامات حکومت ملاها رو وادار کرده که واقعا جنونوار، چون من میبینم دیگه خیلی‌ها دارن این واژه رو استفاده میکنن، جنونوار، در شرایطی که مورد نفرت اکثریت مطلق مردمه، در شرایطی که بحران اقتصادی هر روز داره مردم رو در فقر و فلاکت بیشتری، اقشار بسیار از مردم رو فرو میبره،
باز هم همچنان میخواد حالت تهاجمی خودش رو حفظ کنه و در حقیقت ما در شرط حاضر میبینیم این رژیم بین کم کردن شکاف بین خودش و اکثریت از یک طرف و حفظ اون اقلیت بیمغز و بیرحم حامی خودش دسته دوم رو انتخاب کرده. حالا سوال ممکنه پیش بیاد چطوری رژیم میخواد این توازن قوا رو بین دو طرف برقرار بکنه؟ خب از طریق تزریق پول و اسلحه به اون اقلیت برای اینکه در هر شرایطی اون اقلیت حاضر باشه برای بقای این رژیم بیرحمانه مردم رو بکشه و جنایت بکنه. حالا گاهی وقتا سوال میشه که چرا اصلا خیلی من میبینم این سوال میشه چرا این رژیم اصلا بدن زنان رو سیبر کرده، سیبر بدترین هجمه ها و حملات خودش کرده. من اعتقاد دارم که وقتی ما میگیم بدن زن منظورمون معنای مفهومیش هست بیشتر نه معنای فیزیکیش، چون اگر یک حکومتی، اگر حالا یک نیروی اقتدارگرایی که در شرط حاضر به هر حال یک گروه فناتیک حاکم بر ایرانه، اینها اعتقاد دارن که اگر این بدن کنترل بشه در حقیقت کل جامعه هم به اون واسطه کنترل و سرکوب میشه. این مسئله خیلی مهمیه. پس ما اگه قرار باشه، یعنی من خودم همیشه میگم اگه قرار باشه یک صفت رو ما به این رژیم نسبت بدیم، باید بگیم این رژیم یک رژیم ضد زن هست. یعنی اولین صفتی که میشه به این رژیم داد، این رژیم ضد زن هست. و در واقع من از من آنچه که از صحبت‌های خمینی و از تمام سخنرانی‌هاش تو این سال‌ها برداشت کردم اینه که واقعا خمینی از دلش از زنان مستقل و آگاه نفرت داشت. یعنی حتی به جرئت میتونم بگم انقدری که از زن‌ها زن‌های مستقل بیزار بود و میترسید، شاید انقدر از مخالفین سیاسی خودش نمیترسید. و هدف اصلیش خمینی بود که بتونه فضا رو به پیش از دوران به هر حال مسئله کشف حجاب و بروز آگاهی و آزادی زنان برگردونه. البته حالا مسئله سیاسی و ادامه شرایط بسته سیاسی بر سر جای خودش، من دارم به طور مشخص در مورد شرایط اجتماعی زنان و وضعیت تغییر کرده اونها در دوره پهلوی ها صحبت میکنم. و به هر حال میدونید مثلا اینه که خمینی خیلی تلاش کرد و اطرافیانش و تمام اون تئوریسین‌های حامی و حول خودش که بتونن هر طور شده زنان رو وادار به تمکین کنن. یعنی واقعیت اینه که اگر میخواستن دوباره، اگر میدیدن که زنها دوباره به چه میدونم روبنده میزنن، دوباره اون چادرهای دوران حالا 150 سال پیش رو دوباره سرشون میکنن و به خانه برمیگردن، بدون شک شاید اصلا گشت ارشادی راه نمیافتاد. مسئله این بودش که زنها نمیخواستن. یعنی یک به هر حال قشری به وجود اومده بود، یک دورانی سپری شده بود، یک تغییرات فکری ایجاد شده بود که اصلا این خمینی هر چقدر میخواست، مگر اینکه می‌خواست یک کشتار گسترده از زنها بکنه که در شرایطی نبود که بخواد همزمان هم با مخالفینش بجنگه، هم به هر حال جنگ بود و باید بخش بزرگی از افکار عمومی رو همراه خودش می‌کرد، ولو همون حتی همون زنایی که پوشش مورد نظرش رو نداشتن، به هر حال می‌خواست اونها هم تو اون جنگی که راه افتاده بود بین ایران و عراق همراه حکومت باشن به لحاظ مسائل به هر حال کشوری و نظامی. و ببینید من یه مثال میزنم از این که شما خیلی به نظر من شاید این خود همین فرد شاید بهتر از خود ما که مخالف هستیم، اپوزیسیون هستیم، آنالیز کرده که چرا جمهوری اسلامی عقب نشینی نمی کنه ولو برای کوتاه مدت تا بتونه حداقل یه سری بحران‌ها رو پشت سر بذاره. ببینید من استناد میکنم به صحبت فردی به نام احمد بخشایش. این از نمایندگان سابق رژیم هست و وابسته است اتفاقا به باند خامنه‌ای که اصطلاحا بهشون میگن اصولگرا. این آدم میگه که این بابا میگه که بزرگترین براندازی از دید نظام همین بی‌حجابی است. وقتی جمع زیادی از زنان بی‌حجاب میشوند نیازی به خود براندازی عناصر داخل نظام نیست. بنابراین نظام معتقد است باید جلوی بی‌حجابی را بگیرد. جمهوری اصل این جملهش خیلی جالبه. جمهوری اسلامی مبتنی بر اقشار مذهبی است. اگر بی‌حجابی گسترش یابد، اقشار مذهبی در بلند مدت جذب اقشار غیر مذهبی می‌شوند. وقتی اکثریت غیر مذهبی باشند، مذهبی ماندن اقلیت دشوار می‌شود. حتی اگر اقلیت جذب اکثریت نشود، بی‌تفاوتی اقشار مذهبی در قبال رفتارهای خلاف شرع، پایه‌های حکومت را شل می‌کند.
من فکر می‌کنم واقعا هیچ کس به اندازه خود این عامل حکومت نتونسته انقدر واضح و شفاف اون دلایل و انگیزه های رژیم رو در ادامه رفتارهای تهاجمیش علیه زنها و برگردوندن این ماشین‌های سرکوب به خیابونا توضیح بده. و واقعا هم همینطوره، یعنی فکر کنم اتفاقا این حرف صادقانه است، این دقیقا همین اتفاق میفته. یعنی زمانی که اگر حکومت بخواد در این سبک زندگی عقب بکشه، بدون شک اون بیرحمی و اون ذهن بیرحم حامیان اقلیت خودش رو کم کم نرم میکنه و این چیزی که ازش وحشت داره و به هیچ عنوان نمیخواد که این اتفاق بیفته. این بحث من در مورد مسئله زنان بود. حالا اگر دوستان سوالی دارن یا نظری، بعد میرم روی مسئله شرایط کنونی به لحاظ سیاسی و اینکه آیا امکان سرنگونی رژیم تا چه حد هست و چه عواملی باید در این مورد دست به دست هم بده. خیلی ممنون خانم آقایی. خانم آقایی در بخش دوم دوستان سوال میکنن، به وقت خواهی داشت برای ادامه بحث. آقای کامبیز قائم مقام بفرمایید. من فکر کردم خانم سپیده 20 دقیقه صحبت کنم. من میتونم ادامه بدم صحبتامو، موضوع دوم هست هنوز، منتها گفتم شاید سوالی باشه یا بحثی باشه. حالا اگر خواستید میتونید وقت دارید هنوز. بله بله، خیلی ممنون آقای قائم مقام. بسیار خوب، الان من ادامه بدم یا ایشون؟ میتونیم حتی ایشون صحبت کنم بعد من دوباره روی سوژه خودم. نه شما ادامه بدین بهتر، چون وقت دارید. بفرمایید. ببینید در مورد اون یکی موضوع دومی برای من به حال دوستان فرستادن برای گفتگو در این جلسه، در ارتباط با بحث سرنگونی رژیم و اون شرایط مهیا براش بود. ببینید واقعا جواب دادن به این سوال آسون نیست، به دلیل اینکه در دنیای واقعیت با توجه به شرایطی که رژیم فعلا ما داریم، من شخصا دارم برداشت شخصی ما میگم، تحلیل شخصی ما میگم، با توجه به تجربه‌ای که به هر حال در طول سالهای گذشته به عنوان فعال سیاسی داشتم و حالا به هر حال مدت خیلی زیادی هم نیستش که مجبور شدم کشور رو ترک بکنم، حتی خب زیاد که میگم این 14 ساله شاید در قیاس با عزیزانی باشه که متاسفانه چند دهه است در تبعیدم. ببینید به هر حال خیلی صحبت از سقوط رژیم میکنم، ولی واقعا باید ببینیم که آیا سقوط رژیم توسط اقلیتی شجاع که حاضر باشن در برابر گلوله بیستن و ریسک مرگ در خیابان یا زندان زیر شکنجه رو بپذیرن تا چه حد در فضای فعلی ممکنه. من راجع به آینده صحبت نمی کنم، من آنچه که امروز دارم میبینم و تشریح میکنم. و به هر حال این جوانهایی که در خیابان آمدن در انقلاب مهسا شرکت کردن، اینها هیچ کدوم مسلح نبودن. ما با رژیمی طرف هستیم که از هر وسیله‌ای برای ارعاب مردم استفاده میکنه. و چیزی که خیلی من دیدم نادیده گرفته میشه اینه که خیلی کلیشه وجود داره که فقط سپاه درگیر سرکوب مردم است. و این چیزی که من واقعا همیشه برام خیلی عجیبه، چرا این کلیشه همیشه مطرح میشه. ببینید جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین هنرمندترین رژیم به نظر من، شاید در حالا مقایسه با میتونیم کنیم فقط با نازی ها، رژیم نازی ها، در تقسیم کار سرکوبگران است. یعنی چی؟ یعنی در تمام نهادها تو این رژیم شما میبینید وزارتخونه ها، سازمان ها، دانشگاه ها، مدارس، در محلی که هنرمندا ممکنه حضور پیدا کنن، ورزشکارا، کارخونه ها، در هر جایی که فکرشو بکنید نیروهای سرکوب عیان و علنی هستن. نه فقط به صورت جاسوسا، بلکه با لباسهای فرم به صورت علنی هستن. و این ساختار سرکوب پیچیده علاوه بر اون سازمانهایی که به صورت مستقیم وظیفه سرکوب جمهوری اسلامی دارن، حالا میگم که اینها علاوه بر سپاه کدوم ها هستن. پلیس امنیت رو ما در ایران داریم که وظیفه سرکوب رو داره، سازمان قضایی نیروهای مسلح رو داریم، وزارت اطلاعات رو داریم، کلانتری ها خودشون سرکوبگرن، وزارت کشور هست، وزارت ارشاد هست، اطلاعات ناجا هست، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هست و تمام عواملی که تو این وزارت خود توی قوه به اصطلاح قوه سرکوبی منصبش میذارن تو قوه سرکوبی هستن. از بازجا بگیرید تا زندانبانا بگیرید تا دادستان ها بگیرید، من تو حوزه منظورم اون دادگاه انقلاب و امنیتی هستش، نه حالا چیزای عمومی و کیفری. و همینجور یگان ویژه ناجا هست، حفاظت اطلاعات ارتش ما داریم، سازمان های عقیدت سیاسی در کلیه نیروهای مسلح رو داریم. یعنی تمام اینها علاوه بر اون عوامل و به حال مواردی که در
فضای عمومی و در فضای کاملا مثلا غیر نظامی غیر امنیتی حضور دارن، اینا به صورت امنیتی و نظامی وظیفه سرکوب رو دارن. به همین خاطر من فکر می‌کنم که واقعا ما یکم باید وقتی که می‌خوایم مقایسه بکنیم، حالا چه با دوران زمان شاه چه با رژیم‌های مثلا کمونیستی در دوران پسا شوروی و به خصوص زمانی که به هر حال ضعیف شده بودن و خود شوروی هم ضعیف شد، اینا قیاسای به نظر من اشتباهی هست و ما نباید تو دام این قیاس‌ها بیفتیم. من اعتقاد دارم که این رژیم به لحاظ ایدئولوژیک حتی بین حامیان سنتی خودش هم فرو پاشیده، این اصلا تو شک نیست. حامیان سنتی که میگم یعنی به هر حال یک اخشاری بودن در ابتدای انقلاب، اصطلاحاً مثلا حاشیه نشین ها بودن، حتی کشاورزان بودن، به هر حال طبقه‌ای که به خمینی مرتب خطاب قرارشون داد به عنوان طبقه مستضعف، اینها دیگه باوری به این رژیم ندارن. اما از نظر دستگاه سرکوب و قتل و کشتار این رژیم روز به روز پیچیده تر و قدرتمندتر شده و واقعیت اینه که شما با این رژیم طرف هستید که اگر پاش بیفته برای سرکوب مردم از هشت شعبی گرفته تا حوثی گرفته تا نمیدونم حتی حزب الله لبنان استفاده میکنه، یعنی اتفاقا جمهوری اسلامی فکر همه چاشو کرده، فقط به سرکوبگرای داخلیش اتکا نداره. و خب حالا دیگه بماند که صدها میلیون دلار در سال جمهوری اسلامی خرج پروپاگاند میکنه، خرج بدنام کردن مخالفانش میکنه، خرج ایجاد تفرقه بین اونها از طریق رسانه ها، سازمان های مختلف، استخدام هزاران نفر تو فضای سایبری میکنه و همینجور هزینه میکنه برای متاسفانه مدیریت نیروهای مخالف خودش داخل کشور. یعنی اصلا این به نظر من باید اگر یک روز این رژیم سرنگون بشه در کتابهای درسی سازمانهای امنیتی به نظر من واقعا جلدها نوشته میشه در مورد اینکه جمهوری اسلامی چطور تونست حتی مخالفین داخلی خودش رو، حالا چه اقشار مختلف، از روزنامه‌نگار بگیری تا فعال سیاسی بگیری تا حتی فعال حقوق بشر بگیری، چطور تونست اینها رو حتی مدیریت کنه و در بعضی موارد اینها رو به هم بدبین کنه و شرایط ایجاد بکنه که حتی گاهی وقتا متاسفانه اینها علیه هم دیگه موضع‌گیری بکنن در شرایطی که خودشون بیشتر و بنابراین من به صراحت میگم با توجه به این وضعیت حقیقتاً آنچه که اعتقاد دارم بدون کمک های میدانی حتی خارج از ایران، یعنی فراتر از آنچه که اپوزیسیون خارج از کشور ما بهش میگیم و شامل خود ما و شما هستیم، بسیار بسیار من پایین میدونم احتمال اینکه این رژیم رو بشه صرفاً با اتکا به یک نیروی اجتماعی که صرفاً دل پاکی داره ولی به هیچ عنوان امکان سازماندهی نداره، چون با اون فضای ساخت با اون ساختار پیچیده سرکوب اصلا امکان سازماندهیش نمیدن. شما مثلا یک مورد من براتون مثال بزنم، من واقعا آنچه که در تاریخ ما میخونیم اینه که شاه هیچ وقت پیشبینی اعتصابات بسیار گسترده در صنایع نفتی رو نمیکرد. ساواک هم بیشتر مشغول مخالفین سیاسی بود، بله میگرفتشون به حال پدرشون در می آورد، ولی تو رژیم اسلامی شما تو هر نقطه از زندگیتون هر جا این به مسکن خونه پا میذارید بیرون در حقیقت با نیروهای طرف میشین به نام حراست. میخواید یه موزه برید، حتی میخواید سینما برید، میخواید تئاتر برید، شما با نیروی حراستی مواجه میشین. اینا حقوق میگیرن از شهروندا جاسوسی کنن و مرتب به مقامات بالا گزارش بدن و اتفاقا در صنایع نفت و پتروشیمی بسیار اینها تونستن امکان هر گونه سازماندهی رو به شکلی خفه کنن که واقعا به خصوص توی منطقه پارس جنوبی، به خصوص توی اصلویه که به هر حال شاهرگ اقتصادی جمهوری اسلامی هست، اونجا امکان کوچکترین تحرک و مخالفتی نباشه. و واقعا من با دوستانی که اونجا کار کردم، حتی در ردهای بالا کار کردم و الان تبعیدن خودشون در خارج از کشور صحبت میکنن، میگن که در حقیقت به ازای یه جورایی هر نیرویی که اونجا داره به عنوان کارمند کار میکنه یه نیروی امنیتی هم هستش و این هزینه‌هایی که رژیم داره میکنه در ازای چی داره این هزینه ها رو میکنه؟ در ازای نابودی محیط زیست، در ازای نابودی امید نسل جوان ایران، در ازای این که الان جوانهای ایرانی بخش بزرگشون یا متاسفانه روی آوردن به مواد مخدر، به مواد روانگردان، از آینده خودشون نامیدن، از اینکه بتونن یک زندگی حداقلی برای خودشون مثلا در طول حتی دو سال سه سال آینده بتونن برنامه‌ریزی بکنن و بسیاریشون آرزو اومدن به خارج دارن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی در ازای بقای خودش و هزینه‌ای که برای بقای خودش میکنه حاضره که یک نسلی رو نابود بکنه و
حتی به هر حال چنگ اندازی بکنه و نابود بکنه محیط زیست ایران. به همین خاطر واقعا من فکر میکنم که این موانعی که وجود داره، حتی اگر اپوزیسیون خارج هم متحد بشه، بذارید من سریع بهتون بگم، حتی اگر اپوزیسیون خارج کشورم این اتحاد رو ایجاد بکنه، با توجه به اون ساختار مدیریت مخالفین که جمهوری اسلامی توش تبحر پیدا کرده و متاسفانه اپوزیسیون هم خیلی وقتها به صورت ناخواسته یا خواسته در این میدان مدیریت مخالفین بازی کرده و بازی خورده، با توجه به این شرایط اجازه بدین که من حداقل در کوتاه مدت بسیار بدبین باشم که احتمال سرنگونی این رژیم صرفاً به واسطه نیروی مردمی وجود خواهد داشت. و ایده های مثل نمیدونم میدان میلیونی و اینا که من خودم توی روز 28-25 خرداد بودم، تو خیابونای تهران بودم و خب به هر حال به چشم خودم دیدم که چه اتفاقی افتاد. به هر حال یک جمعیت صدها هزار نفر توی خیابون بودن، ولی جمهوری اسلامی به هر شکل تعداد بسیار از مردم رو همون روز تعدادی رو کشت و با پروپاگاندای آنچنانی اون جمعیت رو رفته رفته ناامید کرد و به خونه کشون، با توجه به اینکه اتفاقا اون موقع همونجوری که آقای قاسمی گفتن، به هر حال ما خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، کسانی به عنوان رهبر حالا حضور داشتن، تو خیابون بودن، خود موسوی میومد تو تظاهر کننده ها و کروبی به هر حال داخل ایران بود. یعنی میخوام بگم که حتی در اون شرایط این امکان نشد، اگرچه بعد از سال 88 خامنه ای اصلا ساختارهای مدیریت امنیتی رو به شکلی تغییر داد که دیگه امکان همچون یه جورای 25 خرداد 88 به وجود نداشته باشه. شما نگاه کنید حتی خیابانهای تهران طرحاشون تغییر داد، یعنی به شکلی طراحی شدن اون خیابونهای از سمت انقلاب تا آزادی که امکان یک حضور جمعیت میلیونی توش وجود نداشته باشه. یعنی اینا حتی روی مسئله ترافیک هم به صورت امنیتی کار میکنن. و به هر حال متاسفانه در شرایطی هستیم که مقامات غربی فقط روی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی تمرکز کردن و نه هیچ چیز دیگه. آینده وخیم ایران متاسفانه، به خصوص که الان تمرکزم کردن رو جنگ اوکراین، براشون خیلی مهم نیست، اهمیتی نداره، چیزی که من دارم میبینم. و به هر حال آلارم هایی که ما در طول مدت گرفتیم، بله به زبان گفتن ما همدردی، ما می ایستیم، ما اینو انقلاب میدونیم، ما نمیدونم موامون رو میزنیم همراه با شما، ولی به موقع اسدالله اسدی رو پس دادن. متاسفانه در قبال اعدام های وحشیانه جمهوری اسلامی عمدن هم رسانه هاشون هم مقاماتشون سکوت کردن. دریغ از حتی یک بیانی از طرف این شورای به اصطلاح وزرای اتحادیه اروپا که نسبت به این اعدام های هر روزه که تقریبا دیگه واقعا نفس مخالفین رو گرفته و هر روز ما منتظر شنیدن از دست رفتن جانی هستیم سکوت کردن. و حالا به هر حال آنالیز خودشون رو دارن نسبت به منافعشون بدبختانه، و منتظر این نیستن که بدونن که در ایران آینده اگر این رژیم باقی بمونه چطور منافع اینا، هم منافع خودشون به خطر میفته، هم اینکه امکان واقعیت دموکراتیزه شدن ایران چقدر دور میشه از ذهن ها. این یه واقعیتیه آقایون خانم ها، من دارم بهتون میگم جامعه ایران هنوز هم ظرفیت این رو داره که بتونه به هر حال یک گذار معقول داشته باشه با وجود تمام این کشتارهایی که شده، ولی واقعیت اینه که اگر این دوره طولانی تر بشه که داره میشه متاسفانه، و فشارهای اقتصادی و تحریمهای غرب بدون اینکه پلانی داشته باشن برای اینکه این رژیم رو سرنگون کنن یا جدی از مخالفین حمایت کنن یا بتونن حداقل بخشی از طرح‌های امنیتی این رژیم رو خنثا بکنن، مردم فقط فقیرتر میشن. و امکان اینکه هر جو مرج یک زمانی، حالا یک زمان دوری که من فرضش رو میکنم، به هر حال این رژیم که ابدی نیستش، که در اون زمان احتمال اینکه هر جمعش و به هر حال چالش های بسیار زیادی که انبار شده در طول این دهها در ایران، متاسفانه مطالباتی که پاسخ داده نشده به خصوص در شهرهای حاشیه، حالا سیستان بلوچستان، کردستان، خوزستان و بسیاری از شهرهایی که دور از پایتخت هستن متاسفانه و محرومن، اونجا میتونه یک شکاف ها و مطالبات غیر شاید بگیم منطقی بروز بکنه و مانع بسیار بزرگی باشه برای برقراری امنیت و به هر حال لازمه اصلی برای ایجاد یک دموکراسی
پایدار امنیته، بدون امنیت نمیشه همچی چیزی. ولی واقعیت اینه که اگر این زمان طولانی بشه، این چشمنداز هم تاریکتر و تاریکتر میشه. من نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی خب اگر که زمان شما تمام شده خانم براغون، خیلی ممنون خانم براغون. آقای قائم مقام بفرمایید. خیلی متشکر و خیلی استفاده کردیم از صحبت سخنران قبل. من چند تا نکته رو میخوام با جمله خلیل ملکی شروع بکنم که در صورت خیلی نباید ناامید به جریاناتی که امروز هست. همیشه این صحبت بود که آقا تقریبا غیر ممکنه، نیروهای رژیم بسیار قوی هستند. در دوران شاه این صحبت شد و عملا کشورهای خارجی اون وقتی چی، آمریکا هم طرفدار نمیدونم شاه و انگلستان هم طرفدار فلانه، عملا این همچین اتفاقاتی بسیار بسیار مشکل برای تغییر جامعه و یه همچین حالتی. ولی صحبت ایشون این بود که میتونه شرایط اجتماعی یک باره عوض بشه شرایط دنیا، و این چندین بار اتفاق افتاد. یعنی هیچ کی فکر نمیکرد که اتحاد جماهیر شوروی بعد از یک سال و نیم به این وضعیت، و وقت از 75 سال که حکومت داشت میکرد و با اون نمیدونم تشکیلات به اون قوی و پایه‌ای که سراسر دنیا برای خودش درست کرده بود، یه دفعه بشکن و بریزه. نتیجتا این امید هست که در حال همه چیز محکم نمونه، در این حال تحولات در جهانی میتونه به این کمک کنه. این ماجرا تو ماجرای مارکوس فیلیپین بود مثل این که آقا برای همیشه و ایشون هست، ولی در عرض 7 یا 8 ماه یک باره ماجراها عوض شد و مارکوس رفت و داستان اون اکینو اینا آمدن و رشته در صورت اونجا به هم خورد. من یادم میاد که عدنان اندرس مال ترکیه گفت من نخست وزیر همیشگی ترکیه خواهم بود، اعدامش کردم. یعنی داستان ها کاملا میتونه عوض بشه، یعنی شرایط بین‌المللی به هم بخوره و این ماجرا بتونه عوض بشه. گاهی اوقات هم 50 سال طول میکشه. مالی کشورهای آفریقایی که خیلی بدتر، با اینکه همیشه میگفتم فقر ممکنه باعث این بشه که جامعه عوض شه، ممکنه عوض بشه، ولی یه دفعه هم میبینیم مثل داستان کنگو غیره، 50 سال سر کارن، فقیرترین کشور دنیا و هیچ تغییر کلی انجام نشدن. اینا با هم دیگه فرق دارن نوع چیز. یعنی یه نکته دیگه ای که باید همیشه ما در نظر داشته باشیم، نوعی که تحولاتی که تو ایران داره انجام میشه، تو خاورمیانه انجام میشه، با اروپا کاملا فرق کلی داره و نتیجتا اونهایی که مدافع جریان اروپایی و مدافع این برن با هم دیگه فرق داره. تو اروپا فاشیسم خیلی رشد پیدا میکرد و به اصطلاح پرچم فاشیسم هم آلمان بود، برتر از همه، ایتالیا برتر از ما، رومی هستیم، ما ایتالیایی نیستیم، مال اسپانیا به همین ترتیب، مال پرتغال به همین ترتیب. نوعشون بیشتر بر مبنای کشورشون بود و اون رو گونده می کردن و بالا بالا تر از همه از این صحبت ها انجام می دادن، یا رنگ سپید یا نمیدونم نژاد فلان از این صحبت ها. در داستان آسیایی این ماجراها یه مقدار فرق میکنه و مثلا در مال اسلام اصلا صحبت مملکت عربستان نیست که باید فلان بشود یا غیره یا ایران بشود. صحبت اینه که آقا ما ملت نداریم، ما امت داریم، هر جایی مسلمان هست، یعنی آمریکا هم میتونه بخشی از ما باشه، فلان هم میتونه بخشی، یعنی نوع شعارهاشون با هم دیگه فرق میکنه. نجستن نوع شعارها که فرق میکنه، نوع مبارزه با این هم فرق میکنه. باز من یه تیکه دارم میگم، در جوامع غربی آریستوکراسی بسیار قویه، هنوز خیلی قویه. شما هنوز به اصطلاح ویلاهایی رو میبینین، قصرهایی رو میبینین مالا 700 سال پیشه و فرزندان اینا صاحب این ماجرا هستن، یعنی هنوز پرنس و فلان به خودشون میگن، حتی به اصطلاح اون چیزشون هم نگه داشتن، لقباشون هم نگه داشتن، بعد 600 سال داره ادامه پیدا میکنه. شما تو جوامع ما آریستوکراسی نمیبینید، به دلیلی که آریستوکراسی هر جریانی که میاد اولین کاری که میکنه آریستوکراسی خود دور بر خودش عبه میبره. این مقداری هم که مونده مال دوران قاجاره به خاطر ورود سرمایه‌داریه، وگرنه شما آریستوکراسی نمیدونم زندیه نمیبینید، نمیدونم 200 سال 250 سال صفویه حکومت کردن،
اصلا صحبتی از این اریستوکراسی اینا وجود نداره. نادرشاه همه جا رو گرفت، بچه هاش هم بودن، باز شما اصلا صحبت از این ماجراها نمیبینید توی جریان ها. یعنی به وقتی شیوه کار رو با هم دیگه فرق بکنه، وقتی شیوه کار با هم دیگه فرق بکنه، نوع مبارزه فرق بکنه، پایه های رشد رنسانس و جوامع آسیایی بسیار بسیار کمه، برای اینکه مبارزهشون با یه جریانات دیگه ایه. در سکت اروپا رنسانس نه تنها قوی میشه بلکه تحولات بزرگ انجام میده و ادامه پیدا میکنه. نتیجتا این حالت ها رو آدم باید در نظر بگیره و مبارزه در اون کشور ما رو آدم بتونه بر مبنای اون چیزی که هست بتونه انجام بده و بتونه به اصطلاح پیش ببره. الان این داستان گشت ارشاد بسیار مسئله مهمیه که دو مرتبه داره شروع شده و دو مرتبه داره انجام میشه و چرا داره انجام میشه مهمه. من به یه داستان کوچکی از بیژن مفید میگم. این بیژن مفید برای من قهرمانی بوده تو کارهاش. در اصل یک داستانی داره به نام عقاب و روباه و من خیلی کوتاهی نمیگم که وقتی که عقاب سر آشیانش نبوده، روباه میاد بچه های عقاب رو میخوره و عقاب دنبال پیدا کردن روباه بود. یک روز میبینه که روباه در خونشه و خیلی تعجب میکنه که روباه چرا اینجاست بسید و صحبت اینه که روباه رو بگیره دیگه. روباه شروع میکنه گریه کردن که بچه من در آب گیر کرده تو نهر فلان، من نمیتونم شنا کنم، فقط تویی که میتونی اینو برداری. میگه اصلا رود میشه من این حرف رو بزنیم که بیان فلان اینا، ولی با تمام تفاصیل این کار رو قبول میکنه که بیاد بچه روباه نجات بده به یک شرط، که روباه تو زندگیش گوشت نخوره، یعنی به خاطر این بچه های نخورد. روباه این مسئله قبول میکنه. نخوردن گوشت برای روباه یعنی مرگ روباه، چون روباه علفخوار نیست. در اصل این نکته رو توجه بکنید و اونم که الان تو جامعه ما برای این که به اصطلاح جمهوری اسلامی بمونه، اون ماجرای گوشت جمهوری اسلامی حجابه، همیشه چیزی بر خودشون درست میکنن که دارن و اونو میکنن. تو هر دوره هم فرق میکنه، تو یه دوره که همه حجاب دارن، حجاب مسئله عمده نیست، نماز خوندنه که، نه مشروب خوردنه که مهم میشه، باید مشروب خارا رو فلان کرد و غیره کرد و جلوی کار کرد و کارهایی که انجام میدن قبلا تو جریانات. هر دوره، امروز دوره حجابه، برای اینکه مبارزه عجیبی داره میشه برای اینکه مسئله حجاب رو بتونن طرحش بکنن، بتونن برداشتن حجاب اجباری برداشته بشه. نتیجتا تنها تمام سعی جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه آقا یه کاری بکنه که بتونه گوشت رو بخوره و این تنها راهش اینه که بتونه مسئله حجاب رو این برابر بیاره. و بعد از مدتی یه زمانی هم مجبور به خاطر نجات بچه روبا بیاد قبول بکنه که آقا، حتی خود علی خامنه ای هم صحبت کرد که آقا ما فشار نمیاریم رو بچه جابا، نباید فشار رو بچه جابا. این کنار آمدن از پرنسیپ کلی اینا بود که هر بدن که اجبار چاره ای نداشتن که همچین صحبت بکنن، مجبورن میاندن آشیانه عقاب و ازش تقاضای کمک بکنن و اینهای همچین کاری رو در صورت انجام دادن که جلوی حجاب نگیرن دیگه. هر صحبتی میخوام بکنم باز که، ولی به یه جایی رسید که شد پاشنه آشیل، یعنی شد به جای این که اگر بتونه این کار رو بخوان جلوشو باز کنن، دیگه جمهوری اسلامی وجود داره. نه تنها نداره، بلکه در جرون جمهوری اسلامی شروع شد بخش بزرگی دفاع کردن از این آقا، حق دارن ملت هرچی میخوان بپوشن، حق دارن هر کاری میخوان بکنن. از بین خودشون این صحبت ها، حتی آدم هایی مثل آقای موسوی و کروبی و غیره و اینا که میخواستن به دوران طلایی خمینی برگردن که شم حواسش نبود بدترین دورانه، امروز هم دارن پس میگیرن ماجرا رو که آقا باید هر چی جواب اجباری میخوان هر جوری میخوان انجام بدن، مسلمان باشن هر جور، ما در درون دلها که نیست، اصلا صحبتاشون فرق کرده. نتیجتا این به اصطلاح زنگ خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی بود که ایداد از درون داره این صحبت ها میشه و همه هم به خاطر اینکه میخوام یه سرکار حکومت رو در دست بگیرن، قدرت رو در دست بگیرن، نتیجتا گشت ارشاد برگردوندن که جلو حجاب رو
جشن ارشاد فقط و فقط به خاطر حجاب برگشته. میبینینم که تو خیابونا در راه میرم و دنبال زنان، زنها رو میگیرن که چرا چاقه سرشون نکرده و جنگ و دعوایی که امروز به پاش و با تمام این تواصل باز ملت بدون حجاب دارن میان. یعنی دکت زهره میگن گربه از کیسه بیرون آمده دیگه، کارش نمیشه که در صورت نجاتن اینه که، ولی تمام سعیشون رو دارن توی یه همچین شرایطی دارن انجام میدن که بتونن بلکه دو مرتبه حجاب برگردونن. وقتی که حجاب برگردونن نشانه قدرت جمهوری اسلامی در خیابان هاست و عملا میتونه رو آدم های مختلف تأثیرات زیادی انجام بده و ماجرا رو بتونن باز برای چندین سال نگه دارن، یه همچه کاری رو بکنن. ولی باز گفتم که این موقته، خود اینها میدونن این ماجرا موقتی، برای اینکه داستان دنیا عوض شده. ماجرای ایران فرق داشت با داستان افغانستان، ماجرای ایران با جای دیگه فرق داره، یه حالتیه، یه نوع رشدهای انجام داده، اینا خارج رفتن، نمان فلان رفتن، انواع اقسام و نوعی شده که الان نمیتونن یه همچین کاری رو به اون شدت انجام بدن. ولی اشکال دیکتاتورها همیشه این بوده، یکی از اشکالی که مبارزین به سلام میکردن فکر کردن آقا دیکتاتورها آدم هایی هستن که میدانند که شیطان صفتن، میدانند که دارن خون مردم را میکشن، میدانند که دارن فلان میکنن و نتیجتن ما اصراری نداریم که اینا چیز کنیم. اینی که اینا روشن ماجراشون برای خودشون بیش از همه روشن است که همچین چیزی نیست. اتفاقا دیکتاتورها فکر کنن بهترین آدم های دنیا هستن و اگر اینها نباشن جوامع به هم میخورن و دیگه پایه های به اصطلاح رشد جامعه به میره و اون هیتلر بود که نمیدونم اقتصاد فلان کرد در فلان جا، اون موسولینی بود که فلان کار انجام داد، اگر نمیدونم مال اسپانیا نبود، اسپانیا در جنگ داخلی به این رفته بود، همه جا از این بحث هایی که مرتب دارن انجام نجستن همیشه بکنن بهترین آدم های دنیا هستن و بکنن مردم جامعهشون هم طرفدارشون هم. اون تعداد کمی هستن که شلوغ کنن و فلان هم. و تو خودشون هم بر خودشون هم درست میکنن، وقتی شاه داره میاد هزاران نفر تو خیابون نگه میدارن که هورا بکشن براشون، برای اینا همچین کارهایی میکنن، جهت تظاهرات های گنده میذارن و نمیدونم پرچم های سبز و فلان اینا هوا میکنن برای اینکه نشون بدن تعدادشون بسیار زیاده و با وجودی که خودشون این تعداد رو درست کردن ولی برای خودشون این هم مشتبه میشه. یعنی ته دل اینها فکر کنن دارن کار درستی انجام میدن و اگر اینها نباشتن جواب به هم بخوره. در این حال به این دلیل پشت ماجرا محکم واستادن، به دلیل هم مسئله قدرته که تو قدرت همه دوست دارن، اینا بیشتر از دمای معمولی دوست دارن و فکر میکنن که این قدرت باعث میشه که این جامعه رو به اصطلاح محکمتر نگه داره و در مقابل اینا اسلحه رو زیاد میکنن، نیرو دریاییشون رو گنده میکنن و کارهای گنده ای که انجام میدن تا که مثلا دیگه زورشون به همه دنیا میرسه. یه همچین گفتم فرقهایی هست، یه همچین تحولاتی هست تو چیز که به اصطلاح وضعیت جامعه ما رو پیچیده تر میکنه نسبت به جریانات تو بیرون هست. منتها چجوری این داستان یعنی خودش خود به خود به نمیره، باید در صورت تحولات تو جامعه انجام بشه تا بین بره. من اعتقادم به طور کلی اینه که هیچ جریان اجتماعی بدون پایه به اصطلاح جریانات سیاسی، سازمانهای سیاسی نتونسته کاری رو انجام بده. یعنی نیروهای خود به خودی یه تکانهای خوردن یا کارهایی کردن توجه کردن و اگر در بینشون سازمان‌های سیاسی رشد نکرده باشه تبدیل به جریانات عجیب و غریب میشه، از توش چیزهای عجیب و غریب‌تر به وجود میاد. داریم تو همین ماجرای ایران میبینیم، چون سازمان‌های سیاسی رو نذاشتن رشد پیدا بکنه نتیجتاً جریان اسلامی همه ماجراها رو رأس گرفت. ولی اگر ماجراهای به اصطلاح احزاب سیاسی قوی تو جامعه ما بودن غیر ممکن بود اینا بتونن این همچین رشدی رو انجام بدن و بتونن تمام کل جامعه رو در دست بگیرن. نکته سیاست خارجی بسیار بسیار مهمه، یعنی باید دست کمش گرفت که آقا اگر اصطلاح جنبش های خارج به طور کلی، حالا انگلستان و فلان و غیره اینها، مردم این جریانات به در مدافع
تحولات در درون کشور نباشن ماجرا خیلی مشکل انجام میشه. به همین دلیل که شما نگاه میکنین که در ویتنام وقتی که داشتن حرکت سیاسی میکردن، وقتی داشتن میجنگیدن، داشتن مبارزه میکردن، سعی بزرگشون این بود که بتونن تو کشورهای دیگه پایه های اجتماعی درست بکنن و این پایه های اجتماعی بتونه مدافع مردم ویتنام باشه. تو آمریکا به اصطلاح اون جنبشی که به وجود آمد در دفاع از ویتنام و نرفتن رو میدونم به اصطلاح پروانه های نمیدونم سربازیشون رو پاره کردن و غیره، مدالاشون رو ریختن توی چیز، کارهایی که انجام دادن نتیجه فعالیت های به اصطلاح جنبش ویتنام بود که تونست با وجود این که ما تعداد زیادی ویتنامی هم در آمریکا نداشتیم که بخوان بیان همچین کارها رو انجام بدن، یعنی بیان تو خیران تمام کسایی که یا سفیدهای آمریکایی بودن یا ایرانی ها بودن، مال کنفدراسیونی ها بودن که در دفاع از این ماجرا می آمدن. نتیجتا پایه های اجتماعی به وجود آوردن پایه های اجتماعی در کشورهای دیگه کار بسیار بسیار مهمیه و بدون اون نمیتونن انجام. یه چیز عجیب غریب دیگه ای تو جامعه میاد بیرون و همین دلیل با وجود این که خیلی تو سرش میزنن جنبش خارج از کشور و این حرفا رو غیره رو، ولی با وجود این ما داریم میبینیم که آدم هایی که دارن میرن سازمان ملل، آدم هایی که دارن از این جریانات دفاع میکنن، حالا خیلی کارهای چیزهای خیلی عجیب و غریبی تا دیگه هم توش پیدا شده ولی این کارها رو انجام میدن، همین آدم هایی که جنبش خارج از کشور بودن میرفتن تو سازمان ملل و آدم ها رو به طرف خودشون میان. همین ها بودن که با آقای کلینتون میشستن صحبت میکردن و تو حزب دموکرات یه قسمت ایرانی ها داره خیلی هم قوی میشه توش، حتی تو ریپابلیکن ها به همین ترتیب تو آمریکا داره قوی میشه این ماجرا توشون زیاد هم. و من به مدتی تو حزب دموکرات آمریکا وقتی وقت داشتم کار میکردم در بخش ایرانیشون و خیلی های دیگر، الان خیلی قوی ترم و آدم های بسیار گوندی و چندین بارم برای انتخابات های مختلف ران کردم و بعضیشون هم بردن، حتی برای جنبش سبز این ماجرا رو که امروز آدم های دیگه دارم ران میکنن، ایرانی ها برای انتخابات این کار انجام میده نشستن. ماجرای المان خارجی رو به هیچ عنوان نباید دست کم گرفت. این شعار این که آقا ولشون کنین اینا به درد ما نمیخورن، درد سرن یا فلانن و باید در ایران، درسته که باید در ایران انجام میشه، به دست ایرانی ها باید انجام میشه، ولی اینا به تنهایی نمیتونن انجام بدن، باید یه نیروی تو خارج مدافع اینا باشه، باید یه نیروی باید باشه که صدای اینا رو به این ور اون ور برسونه، بتونه تظاهرات انجام بده، بتونه تو جریانات بیرون درشت. میخوام بگم مهره های زیادیه که باید در نظر گرفت، فقط و فقط یه دونه نیست که آقا یه تظاهرات در ایران میتونه یه کارهای گنده ای رو انجام بده، بلکه این تظاهرات اولا باید پایه های سیاسی اجتماعی خودش رو قوی بکنه، تبدیل به یک به اصطلاح جنبش های سیاسی بشه، سازمان های سیاسی بشه که بتونن با هم دیگه روابط مستقیم داشته باشن. فناوراش اینه، همش اینه میشه از اینترنت با هم دیگه کار کرد بدون اینکه هم دیگه رو بشناسن، بلکه باید شناخت داشته باشن اصلا، و وقتی زمانی اینا شناخت دارن که پایه های اجتماعیشون به اصطلاح سازمان های سیاسیشون بتونه رشد پیدا کنه. در اصل من وقت زیادی رو نمیگیرم، خلاصه میکنم کارو که جنبشی که جلو رو داره میره دیگه قابل برگشت نیست، ادامه پیدا میکنه، به اصطلاح نیروهای سرکوب هم کار خودشون رو دارن انجام میدن، سعی خودشون رو دارن میکنن، گاهی اوقات هم میخوان یه ذره شبیه چیز بشن، تغییرات تحولاتی انجام بدن به همون ترتیب که برای اینکه ماهی فلانه بگن خاویار رو بگن فلانه بگن، یه فرض توی دنبش پیدا شده که بگن آقا این حلاله و غیرست. برای این ماجرا هم دارن این کار رو میکنن، شما تو بعضیشون روشنفکرانشون میبینید دارن میگن شما در تفکرتون باید مسلمون باشید، نه در نمیتونم چارقتتون و فلان، این بحث هم داره مرتب انجام میشه و نجدتا در درون کشور این ماجرا بازگشتی دیگه نداره، ادامه پیدا خواهد کرد، در خارج از کشور به این ور اون ور زده میشه، هنوز ملت فکر میکنن یه عده‌ای که میشه از استخوان‌های سابق استفاده کرد، از نیروی مثلا سلطنت استفاده کرد برای اینکه جوانو تغییر، دیدیم که نشد، به چه وضعی هم نشد، ملت اتفاقا رو این حساب کرده بودن و به این ترتیب به هم خورد. بعد آقا
نظم نوین باشه، جریان نوین باشه، تحولات باید نوین باشه تا بتونه این کار انجام بشه. حالا بعدم بیشتر صحبت میکنیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای قائم مقام. دوستان قبل از اینکه وارد بخش دوم بشیم، دوستان وقت بگیرن 5 دقیقه صحبت کنن. خواهش میکنم توی برنامه موضوع نشست بمونیم. انتقاد، سوال و نظریه‌ای دارن بفرمایند. ولی قبل از این کار آقای لادن بفرمایید. آقای لادن. سپاسگزارم. با سپاس از دو سخنران گرامی، خانم پوراقایی و جناب قائم مقام استفاده کردیم. جناب قائم مقام اشاره کردن به سیاست خارجی رژیم. در این رابطه من چند دقیقه وقتتون رو میخوام بگیرم. در نوروز سال پیش مقاله منتشر کردم تحت عنوان دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ چگونه جهان را دو قطبی کردند. قصد دارم بخشی از اون رو با اوضاع میهنمون با هم مرور کنیم. نخست نقش ترامپ. سال 2016 با ورود ترامپ و تندروهای دستراسی آمریکا به کاخ سفید، جبهه بندی جدیدی که بین دموکراسی‌های غربی و مخالفان در حال شکل‌گیری بود به شدت سرعت پیدا کرد. زیرا ترامپ در این توهم که بهترین سیستم حاکمیت حکومت فردیه، ترامپ با حکومت قانون، دموکراسی و حقوق شهروندی مخالفه. از این رو با ایرادگیری و بدرفتاری با متفقان غربی آمریکا به ویژه در اروپا رابطه تنگاتنگی با ولادیمیر پوتین برقرار کرد و برای نزدیکی بیشتر به پوتین در صدد تضعیف و حذف ناتو برآمد. در رابطه با روسیه و پوتین کار رو به جای رسوند که گزارش‌های سازمان امنیتی آمریکا که ستون فقرات کشور رو زیر پرسش برد، نادیده گرفت و با پوتین و دید پوتین همراه شد. از طرف دیگه برای جلب صهیونیست‌های یهودی و بنیادگراهای مسیحی در آمریکا و حکومت دستراستی نتانیاهو، سیاست آمریکا با اسرائیل رو در رابطه با فلسطینی ها زیر پا گذاشت. سفارت اسرائیل رو به اورشلیم انتقال داد، دست اسرائیل رو در غصب مناطق فلسطینی آزاد گذاشت و شانس و امکان تشکیل یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل رو به صفر نزدیک کرد. در ضمن مناطق بلندی های جولان رو به اسرائیل بخشید. میرسیم به نقش شی جینگ پینگ و جاده ابریشم. در نوروز 2021 وزیران امور خارجه چین و آمریکا در آلاسکا ملاقات ناموفقی داشتند. روز بعد از ملاقات وزیر امور خارجه چین با همتای روسیش اعلامیه مشترکی دادند، تحریم‌های آمریکا در رابطه با چین و روسیه رو محکوم کردند و آن را دخالت در سیاست داخلی کشوراشون خوندن. پس از آن وزیر امور خارجه چین برای امضای یک قرارداد عظیم به ایران رفت. قراردادی که حضور چین در خلیج فارس رو پایدار می‌کرد تایید و امضا شد. سپس وزیر خارجه چین با عربستان سعودی و ترکیه که از متحدان آمریکا هستند دیدار و گفتگو کردند. شی جینگ پینگ هم همین کار رو با کشورهای دیگه از جمله با رئیس جمهور کولومبیا تماس و گفتگو داشت و پیشنهاد همکاری داد. شی جینگ پینگ سپس به کره شمالی که به تازگی دو تا موشک آزمایش کرده بود قول پشتیبانی داد. یعنی آشکار جهان داشت به سوی دو قطبی شدن میرفت و چین قصد داره که این جبهه مقابل با آمریکا رو راهبری و هدایت کنه. جاده ابریشم در تاریخ چین بسیار بسیار ارزشمنده. سلسله ژائو 2500 سال پیش در چین حکومت میکرد. وولینگ پادشاه و حکمران شمال شرق چین بیش از 300 سال پیش از میلاد
به خوبی میدانست که آگاهی از تاریخ بسیار مهم و ارزشمنده، در زمینی که باید با پیشرفت دنیای امروز هماهنگ و همگام باشه. تکیه به تجربه های تاریخی در زندگی چینی ها از اهمیت بالایی برخورداره و در فرهنگشون جاسازی شده. از این رو چینی ها برای قرنها تجربه جاده ابریشم که از 125 سال پیش از میلاد آغاز شد و تا 1450 میلادی ادامه داشت ارزش زیادی قائل هستند. در این راستا طی دو دهه گذشته در تکاپوی ساختن جاده ابریشم جدیدی هستند. چین این بار نخست ارتش خودش رو مجهز و نیرومند کرد و طبق گفته وولینگ با دنیای امروز هماهنگ و همگام نمود، یعنی مجهز به نوآوری‌های تکنولوژی و توانایی‌های فضایی. طی نیم قرن گذشته برنامه آموزش و پرورش شهروندان چین از جهت بسیار بالایی برخوردار بوده تا بتونن تو این پروسه وظیفه و مسئولیت خودشون رو به خوبی ایفا کنن. شی جینگ پین 2 سال پیش در یک دیدار بین المللی 2 روزه در بیجینگ اعلام کرد که در 70 کشور 1 تریلیون دلار روی پروژه های ساختاری مانند جاده و راهن و آب و برق تحت عنوان کمربند و جاده سرمایه گذاری میکنه. و ما میرسیم به قرارداد 25 ساله چین با جمهوری اسلامی. این قرارداد گامی تکمیلی در راستای پروژه کمربند و جاده یا جاده جدید ابریشمه. قرارداد 400 میلیارد دلار برای مدت 25 سال بین چین و ایرانه. هدف اصلی تأمین نیازهای انرژی، نفت، گاز با قیمت مناسب برای چینه، ولی شامل بندهای دیگه هم هست به جز نفت و گاز، مانند ایجاد مکانیزم واردات پایدار نفت خام از ایران، پتروشیمی، انرژی های تجدید پذیر، انرژی هسته‌ای غیر نظامی، حمل، پالایش، امنیت تأمین نفت خام، انتقال منابع انرژی نفت و گاز از غرب به شرق ایران جهت تأمین گاز برای پاکستان و چین با استفاده از کریدور اقتصادی چین پاکستان. البته همکاری های نظامی، دفاعی و امنیتی هم درش هست. ما ایرانیان به خاطر تجربه تلخ تاریخمون از واژه قرارداد وحشت داریم. حق هم داریم، زیرا اکثر قراردادهامون هم یه طرفه تخریبی و زیان‌آور بودن، هم اقتصاد و سیاست میهنمون رو آسیب پذیر و وابسته کردن. قراردادها و پیمانهایی که با ایجاد محدودیت‌ها حق انتخاب و تصمیم گیری رو از ما سلب کردن و هستیمون رو در اختیار بیگانگان گذاشتن. قرارداد و پیمان در سنتی مناسب و مفید و عادلانه است که کاملا دو طرفه باشه، یعنی هر دو طرف قرارداد در حدی برابر و متعادل بهره‌مند بشن. این امر در صورتی امکان پذیره که یک طرف قرارداد از روی نیازمندی و احتیاج و اجبار قرارداد نبنده. مشکل ما بر 2 اصل استواره. نخست، نه مردم و نه کشورمون هیچ کدوم در ارجعیت‌های سیاست رژیم یک بودی و فرقه‌گرا قرار ندارن. رژیم میلیاردها دلار در لبنان و عراق صرف دوباره سازی میکنه، ولی خرابه‌های ناشی از جنگ هنوز در خرمشهر باقی. دوم، جمهوری اسلامی به خاطر فساد گسترده و بیکفایتی به شدت نیازمند و محتاجه. برای گریز از انزوای بین المللی و فرار از درماندگی مالی مجبوره که به هر دری بزنه، در صورت که چین یک ابرقدرته
با ارتشی مجهز به تکنولوژی قرن 21، حضور گسترده در بازارهای جهان و حتی دومین قدرت فضایی، همراه با نیروی کار آموزش دیده و منظم چند صد میلیونی، چین با ارائه تریلیون‌ها دلار کالا به بازار تبدیل شده به یکی از دو ثروتمندترین کشورهای روی زمین. قرارداد چین با ایران قرارداد بین فیل و فنجونه. سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای لادن. اجازه بدید حول برنامه که شروع شد آقایان دکتر قارمقام، کاوه شیرزاد، آقای حسین دولتی، خانم زری عرفانی و خانم عوض‌پور هم به ما پیوستن. دوستانی که وقت گرفتن خواهش میکنم 5 دقیقه وقت مراعات کنیم و به 30 ثانیه مانده دستان بالا میگیرم و بعد به هر یکی از سخنرانان 10 دقیقه وقت میدیم برای پاسخ. آقای فرشیم بفرمایید. آقای فرشیم سلام عرض میکنم مجدداً. صدای من میاد؟ بله داریم، بفرمایید. قربان شما، تشکر. یک سوال دارم از خانم پور آقایی. در میون صحبتاشون فرمودند که اگر بخواهیم گذار معقول بکنیم، من میدونم که ایشون این گذار معقول رو توضیح بدن که چه ویژگی هایی داره، چگونه میشه در شرایطی که ما در ایران هستیم بتونیم گذار معقولی به سوی جمهوری سکولار دموکراتیک یا سوسیال دموکراتیک داشته باشیم. یکی این. دومین نکته‌ای که میخواستم خیلی کوتاه عرض بکنم این است که معمولاً در تحلیل‌های سیاسی به گونه‌ای که موضوع کنونی این اتاق هست، قاعدتاً باید نیروهای اجتماعی رو بیشتر به صورت ریشه‌ای و پایه‌ای مورد مد نظر قرار داد، مگر اینکه ناراضیانی که در جامعه هستند یا اون گروه‌هایی که در واقع زینب هستند از تغییر رژیم، عرصه‌های بسیار بسیار گسترده‌ای رو تشکیل بدن، مثل زنان که در واقع از 43-44 سال پیش به این سو در صف مقدم مبارزه ضد استبدادی و مبارزه برای ایجاد دموکراسی قرار گرفتن. چگونه می شود در شرایط کنونی یک تحلیل عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تری از نیروهای مترقی همراه با عرض بزرگتون گرایش به اتحاد برای گذار به دست داد؟ تشکر میکنم، عرض دیگه ای هم ندارم. خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای فرشیم. آقای قاسمی بفرمایید. آقای قاسمی. بله خیلی متشکرم. اگر دوستان دیگری قبل از من نام نوشتن، من فکر میکنم خانوم زری شمس قبل از من نام نوشتن، یعنی بعد از من نوشتن، ولی چون من یک چند کلمه صحبت کردم اگه بخوان ایشون صحبت کنن. خیلی ممنون آقای قاسمی، متشکرم. خانم شمس بفرمایید. اجازه بدید من. خانم شمس بفرمایید. صدا داریم. تصویرمو ببینم میتونم بیارم. صدا تو داریم. بله بسیار خوب، من همین جوری صحبت میکنم. با درود دوباره به همه حاضرین در این نشست و با سپاس از دو سخنران. بله من اول از خانم پور آقایی سپاسگزاری میکنم که صحبتاشونو کردن و تکیه رو روی حجاب گذاشتن و نقطه حساسی که برای جمهوری اسلامی هم همین حجاب حساب میشه.
و بعد به درستی گفتن که این یک نبرد اون چه که میگذره الان بین زنها و جمهوری اسلامی، یک نبرد علیه ملاهاست، یک نبرد بین مرد و زندگی. ولی اون چیزی که ایشون گفتن تکیه‌ای بود که روی سرکوبی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه بود و این قول رو خیلی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر به ما نشون دادن و من فکر میکنم یک جور ناامیدی توی این صحبت ها احساس میشد و به نظر من بهتره که واقع بین بودن. کاملا درسته، آدم باید واقع بین باشه و اگر واقع بین باشه خب میتونه توجه بیشتری به اطراف، به حوادث بکنه و شاید راه حلی بتونه پیدا بکنه. ولی اینکه ما ناامیدی رو، یعنی من این احساس رو داشتم، شاید منظور ایشون اینم نبوده، به هر حال من فکر می‌کنم ناامیدی رو ما نباید توسعه بدیم و یه جای جلوشو باید بگیریم. و به درستی آقای قائم مقام نور کوچیکی بر روی این ناامیده ها تابوندن و راه حلی هم تا حدودی دادن و اون این که ما این جنبش های خارج از کشور مثلا مهم هست، باید پایه های اجتماعی در کشورهای دیگه ایجاد کرد و این که به هر حال ما باید سازمان های سیاسی داشته باشیم. افراد اگرچه میتونن مؤثر باشن ولی داشتن سازمان‌های سیاسی، جبهه‌های سیاسی، احزاب بسیار مهمه و میتونن نیروی بیشتری باشن که شاید روزی راهی به جایی ببرن. من از خانم پور آقایی میخوام خواهش کنم، چون ما معمولا آخر صحبت‌ها از سخنرانانمون میخواییم که بگن که راه حل چیه؟ به هر حال ایشون مطالعه کردن روی این موضوع و فکر کردن و خوبه که تا جایی که میتونن به ما بگن که با این همه مشکلی که داریم چه باید کرد، جواب ایشون چی میتونه باشه. بازم سپاسگزارم از هر دو سخنران. خیلی ممنون خانم شمس. آقای قاسمی بفرمایید. آقای قاسمی. بله، بسیار سپاسگزارم از دوستان گرامی، حضور ایشون در دوستان در اینجا، به ویژه آقای عرس که چند روز پیش باش تلفنی صحبت میکردم میگفت مریضم، ولی امروز خیلی خوشحال شدم که میبینم علی رغم این که به هر حال مریض هستم. سپاسگزاری از کامبیز عزیز و خانم میراقایی سپیده گرامی که ما همیشه غالبا با هم تو تظاهرات پاریس با هم همگام بودیم و زحمات ایشون رو من همیشه شاهد بودم. اما سر قضیه وضعیت جمهوری اسلامی، به نظر من یک موقعیت بسیار پیچیده‌ای هست و در این موقعیت پیچیده پیدا کردن راه حل کار آسانی نیست. خب ما هر کدوممون بر اساس شناخت و آگاهی که داریم، بر اساس تجربیاتی که داریم و امیدی که در سرمون هست، فکر میکنیم که راه حل مثلا میتونه این باشه. هیچ کدوممون فکر نمیکنم راه حل حتمی داشته باشیم، ولی فکر میکنیم میتونه این باشه. اما به تجربه ثابت شده که هم جنبش های اجتماعی میتونن در انداختن یک رژیم در یک زمان موفق باشن و هم یک حرکت های پی در پی متداوم و پیشبینی نشده. شرایط کنونی ایران به علت اینکه جنبش های اجتماعی وجود نداره، الان یک حرکت های پی در پی، در فرانسه بهش میگن اسپورادیک، پی در پی منظمه که چیز آروم نمیشینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه جامعه در حال
تحول در حال قلیان، در حال پیدا کردن راه حل و موافق نیست با رژیمی که بر سر کاره. این به نظر من یه امیدواری بزرگی میتونه باشه. دوستان در مورد حجاب صحبت کردن و واقعا پاشنه آشیل جمهوری اسلامی حجابه. چیزی که آقای کامبیز قائم مقام گفتن در ارتباط با داستان بیژن مفید واقعا درسته، یعنی مسئله گوش نخوردن روباهه و اگر این حرکت و مردم هم متوجه شدن که مسئله حجاب، اگر رژیم در مسئله حجاب عقب نشینی بکنه خطر بزرگی رو قبول کرده. اینو خود اونا متوجه شدن که اگر عقب نشینی بکنن در مخاطره بزرگی قرار خواهند گرفت. یعنی این آگاهی دو طرفه که به وجود اومده، این آگاهی در هر دو طرف هست و یک طرف با یک شکلی از نافرمانی مدنی داره این کار میکنه، یک طرف با تمام ابزارهای سرکوب و خشونت که میتونه که خشونت سیاسی اجتماعی هست و خشونت اقتصادی هست. فراموش نکنیم خشونت اقتصادی، فقر بزرگی که در جامعه ما هست و تعجب آمیز برای یک چنین فقر و فساد بزرگی. اگر یک هر جامعه دیگری بود از نظر منطقی باید علیه گرسنگی و نون و آزادی و این چیزا بلند می شد، بیشتر برای مسائل اقتصادی بلند می شد. ولی الان ببینید جامعه ما پیدا کرده نقطه آشیل و داره برای اون مبارزه می کنه. اما جمهوری اسلامی طرفدارانی هم داره، یعنی تنها نیست در این کار. آقای لادن به درستی مسئله چین و روسیه رو گفتند. امریکا، ببینید میگن از اون طرف میگن که تحریم ها، ولی از این طرف دیگه میبینیم که چند میلیارد نفت فروختن، میفروشن علارغم تحریم ها و از این کلمه تحریم ها استفاده میکنن برای اینکه این پولو برای مسائل اتمی و برای کسایی که در حالا شاید کمتر شده باشه در خاورمیانه اونجا خرج بکنن. بنابراین این قضیه، یعنی امریکا داره میگه که من تحریم ها رو دنبال میکنم، ولی در عمل اجازه میده که این نفت به قیمت ارزونتر در بازار فروخته میشه و سرمایه‌داری ازش استفاده میکنه. مسئله دیگه مسئله خاور نیروهاییه که اصلا آرایش نیروها در خاورمیانه عوض شده و نزدیک شدن اسرائیل و عربستان سعودی و بقیه کشورها و مصر و فلان و اینها، تمام اینها یک و در این حال ایران هم رابطهشون با اینا، یعنی یک رابطه پیچیده‌ای به وجود اومده که این رابطه پیچیده رو هم به یه شکلی چین و روسیه دارن باهاش بازی میکنن، هم امریکا داره باهاش بازی میکنه. مسئله دیگر اینه که این کشورها منافع زیادی از جمهوری اسلامی دارن میبرن و استفاده میکنن از این وضعیت. اما چیزی که به نظر من امروز از همه علاوه بر نافرمانی مدنی، مبارزه در برابر من کامبیز رو چیز کنم، علاوه بر نافرمانی مدنی و مبارزه
علیه حجاب اجباری، چیزی که به نظر من ما کمبود داریم و اون نبودن نهادهای شهروندی، نهادهای اجتماعی، نبودن احزاب، نبودن رهبری و جریانات سیاسی قدیمی و ریشه‌دار در ایران باید بتونند این یک راه حلی ارائه بدن در این زمینه. من همینجا دیگه عرایزم رو تموم میکنم. راجب اپوزیسیون صحبت نمی کنم که به هر حال ضربات سنگینی از اپوزیسیون توهمی در خارج از کشور خوردیم در این ماه‌های اخیر. مرسی. خیلی ممنون آقای قاسمی. آقای کمال عرس بفرمایید. آقای عرس میکروفون تو بسته است. من اولا تشکر میکنم از خانم آقایی و آقای قایم مقام. خیلی استفاده کردم از صحبتهای دو. فقط یه نکته رو میخوام اشاره کنم در رابطه با صحبت خانم پور آقایی. در مورد توجه کشورهای اروپایی به رشد دموکراتیک ایران، یه همچین موضوعی رو مطرح کردن. ببینید، من تقریبا 25-6 سال پیش با دو دوست دیگر از جبهه ملی صحبتی داشتیم با یک منشی درجه اول صدر اعظم آلمان و خواست ما از دولت آلمان این بود که تا اونجایی که ممکنه از اپوزیسیون جمهوری اسلامی حمایت بکنن و امکاناتی رو برای اپوزیسیون به وجود بیارن که تبلیغات بیشتری در این کشورها به ویژه آلمان علیه جمهوری اسلامی بکنن. ایشون از بحث در این مورد تفره رفت و بعد از اینکه بخشی از بحث ما تموم شد و ما داشتیم میرفتیم غذا بخوریم، به من یه موضوعی رو گفت، خیلی جالب بود. گفتش که من اینو به شما میگم، اگرم لطفاً جایی در ملأ عام نگید و اگرم به هر حال در ملأ عام این موضوع مطرح بشه من شکایت میکنم از شما و میگم که من اصلا چه این حرفی نزدم. به هر حال منم قبول کردم. ایشون گفت آقای عرس، نه تنها تمام غرب بلکه به ویژه آمریکا هیچ علاقه ای نداره که در ایران یک حرکت دموکراتیزاسیون به وجود بیاد. اصلا علاقه نداره در این کشورهای مثل ایران یک اصلا دموکراسی وجود داشته باشه. دلیلش هم خیلی ساده است. با یک کشوری که درش دیکتاتورها، با یک کشوری که درش یک دیکتاتور حکومت میکنه، خیلی راحت میشه کنار اومد، باش معامله کرد. ولی در کشوری که یک دولت مردمی داره، از طرف مردمش انتخاب شده و نسبت به مردمش احساس مسئولیت میکنه، خیلی مشکله. اینی که من میخواستم فقط یک
تذکر خیلی کوچکی بدم. هیچ وقت ما نباید امید داشته باشیم که این کشورهای غربی کوچکترین اهمیتی به این میدن که آیا در ایران دموکراسی باشه یا نباشه، بلکه بیشتر خواهان اینن که حتی بگم خیلی راحت بتونن با حکام در ایران معاملاتی رو بکنن و معاملاتی رو دیکته بکنن که دلشون میخواد. متشکرم، میبخشید ناراحت نشید یه وقت با این تذکر من. خیلی ممنون آقای کمال رس. دوستان آقای حسن بیاد به آقای منوچهر صالحی وقت گرفتن، ولی قبل از صحبت به این دوست بزرگوار وقت بدیم به 10 دقیقه به خانم پوراقایی، به آقای کامبیز قائم‌مقام که در مورد سوالاتی که شده بودن جواب بدن. خانم پوراقایی بفرمایید. سپاس از شما. من اول به سوال یکی از آقایون اسم شرفشون فراموش کردم که از من در مورد گزار مقبول سوال کرد سعی می‌کنم پاسخ بدم. البته اینم بگم که واقعیت سر مسئله حالا راه حل ها و یا تشریح دقیق تر وضعیت من خب خیلی صحبت ها بیشتر بود، حقیقتا فکر می‌کردم 45 دقیقه وقت دارم و شاید به خاطر همین برای بعضی دوستان این مسئله پیش اومده که من فقط اومدم اون شاید میخوام سیاه نمایی کنم، در صورتی که اصلا اینطوری نیست و اتفاقا من فکر می‌کنم که ما در درجه اول برای اینکه بتونیم پیش ببریم یک حالا طرح پلن هر چیزی که تو ذهنمون است، برای اینکه هر چی بیشتر منطقیش کنیم و از حالت انتزاعی و رویاگونه درش بیاریم، باید در درجه اول از یه سری از اون پیشفرض‌های قبلی خودمون که قابل تحقق نیست و ما فکر میکنیم که قابل تحقق هست باید از اونا صرف نظر کنیم و ناامید بشیم. یعنی اتفاقا من فکر میکنم که پیش زمینه اصلی برد اول ناامید شدن از طرح‌ها و شرایطیه که ما فکر میکنیم که با اون وجود هم میتونیم ببریم. مثل اینکه من مثال بزنم، مثل یه فرماندهی که خب سربازهای زیادی داره، نگاه میکنه پشت سرش میبینه که 10,000 نفر سرباز دور و برش هستن ولی اسلحه‌ای که در اختیارشون هست نهایتا بتونه در برابر دشمن 3 ساعت 4 ساعت دوام بیاره. حالا اگه بدین نگاه به این تعداد سربازا نگاه کنه، بعد پیش خودش بگه وای این همه نیرو من دارم، اینا همه با ایمان میخوان از مثلا کشورشون دفاع بکنن، اینا همه در کنار من هستن، من ترسی ندارم، ناامید نیستم. و بله خیلی خوبه، یعنی از لحاظ چطوری بگم ذهنی، از لحاظ شاید حالا بگیم یه جورایی اخلاقی، آنچه که اون فرمان در ذهن خودش داره که خون بر شمشیر پیروز است. شاید واقعا من به شما بگم که در عمل آنچه که اتفاق میفته حتما اون فرمانده رو پشیمون میکنه از اون ذهنیتی که داشت نسبت به قدرت ولو اون همه سرباز که در تو پشتش بوده و ایمان داشته. یعنی من میخوام بگم که واقعیت اینه که به هر حال ما در یک جنگ هستیم، در یک جنگ باید بتونیم تمام جبهه‌های دشمن رو شناسایی بکنیم، باید بتونید برای خونسا کردن تمام جبهه‌ها نقشه داشته باشید. وقتی این وضعیت وجود نداره، وقتی دشمن بسیار قدارتر و متاسفانه طرحش بسیار پیچیده‌تر از شماست، در شرط فعلی شما شکست خورده اید. بنابراین اگر طرحی می‌خواید بریزید یا برنامه دارید، باید به شکلی باشه که بتونه این توازن قوا رو به نفع شما عوض بکنه. حالا شما میشین اسمش رو زای نامیدید. در مورد گزار معقول پرسید که از دوستان پرسیدم. ببینید واقعیت اینه که گزار نامعقول من باید توضیح بدم، چون گزار معقول ترمت میکنم شاید خیلی دوستان مفهومش رو بهتر بدونم. گزار معقول زمانی است که تمام پیوندهای اجتماعی گسسته نشده باشه. اتفاقا آقای قائم مقام یه مثالی زد در مورد شوروی زد و اینکه به هر حال شوروی فرو پاشید. بله شوروی بعد از 70 سال فرو پاشید، ولی شما ببینید از بستر 70 سال حاکمیت کمونیست و یک سیستم بسته و اقتدارگرا که امکان هر گونه رشد و از مردم عادی از در حقیقت جامعه روسیه گرفت، همین پوتین شده. از توش پوتین در اومد، یعنی ممکن نبود خودمون گول بزنیم، از توش ماندلا در نیومد، از توش یک رئیس جمهور حالا میهن دوست معقول در نیومد، از توش یک کسی در اومده که امروز
حاضر جهان رو از لحاظ قضایی به گروگان بگیره برای اینکه بتونه به اون اهداف وحشتناک خودش برسه و متاسفانه با یک ملت کاملا در حقیقت تحت تأثیر پروپاگاند و ناآگاه از آنچه که اهداف حکومت هست تونسته تا الان جلو بره. من اتفاقا خیلی وقتا این برنامه های مربوط به روسیه و شهروندان روسیه رو که باشون مصاحبه میشه در مورد اتفاقاتی داره توی اوکراین میفته میبینم. واقعیت اینه که متاسفانه پوتین برآمده از اون جامعه هست دیگه و من میخوام بگم که خب این خطر هم وجود داره که اگر این زمان طولانی بشه اون وقت از توش دموکراسی در نمیاد. و ببینید ما در ایران شکاف‌های بسیار عمیقی داریم که روز به روز عمیق‌تر میشه. شکاف‌های عمیقی بین فرودستان و اقلیت بهره‌مند. من اعتقاد دارم اگر این گزار طول بکشه بیشتر از این طول بکشه و طولانی تر بشه متاسفانه و از یک طرف به هر حال ما یک در شکاف‌هایی هم داریم بین مرکز و بین مردمی که واقعا حالا من خودم بسیار دوستانی دارم در خوزستان هستن در کردستان هستن و ما واقعا نمیتونیم انکار کنیم که اینها در حقیقت احساس میکنن که اصلا تو اون جزء مملکت نیستن، اصلا احساس میکنن ایرانی نیستن. جلگی حاصلخیز خوزستان الان شما نگاه کنید، من هر بار که با ایران تماس میگیرم یک نفر از اونجا میبینم یک خانواده مهاجرت کردن، یعنی عملا قابل زیست دیگه نیست. شما کردستان رو نگاه کنید، شما وضعیت بلوچستان رو نگاه کنید، گاز ندارن، آب ندارن، برق ندارن، هیچی ندارن، یعنی واقعا دلیلی ندارن اصلا بتونن تو اون جغرافیا خودشون رو شهروند حساب بکنن. و این وضعیت وقتی تداوم پیدا بکنه دیگه اون الگوهای ملی هم نابود میشه، از بین میره. این یه واقعیتی. حالا ما میتونیم بگیم نه اینجوری نیست و ما یه ملتیم، بله ما یک ملتی هستیم که هزاران سال لکنار هم دیگه زندگی کردیم، ولی امروز در دنیای ارتباطات، در دنیای رسانه ها شرایط به شکلی هستش که اون شهروند بلوچ توی ایران شهر دقیقاً تفاوت خودش رو، تفاوت وضعیت خودش رو مثلا با اون کسی که تو نیاوران اقدسی زندگی میکنه میفهمه. و به این خاطر اینها تبدیل به کینه های انباشته شده و انباشته شده و انباشته شده میشه. و در اون شرایطی که ما میگیم، بازم میگم این رژیم ماندنی نیست، ولی اون زمان نامعقول اگر قرار باشه این رژیم به دلیل اینکه واقعا دیگه هیچ امکانی برای بقا نداره فرو بپاشه، اون وقت بسیاری از پتانسیل های ممکنه کشورم نابود بشه، از پتانسیل نظامی گرفته، از پتانسیل امنیتی گرفته. شما مثال عراق رو نگاه بکنید، به هر حال درسته که ارتش بسیک ارتش وابسته به صدام بود، ولی نابودی تمام ساختار امنیتی عراق و نابودی کل ارتش بس از توش القاعده در اومد. و من میخوام بگم در اون شرایط هرج و مرج که یک جمعیت بسیار بزرگی تشنه است، به واقعا حقم داره به خون کسایی که خون عزیزانشون ریختن، به خون کسایی که این همه دهها بهشون ظلم کردن، اون وقت دیگه نصیحت من شما یا نمیدونم یک فرد خیرخواه یا سازمان‌های سیاسی که مرتب شما اسمشون رو می‌برین، سازمان‌های سیاسی اصلا اینو محلی از اعراب نخواهند داشت اون شرایط. و فکر نکنم کسی منتظر باشه مثلا فلان شخصیت یا سازمان سیاسی یا هنرمند دیگه اون موقع نمیتونه بیاد. اونا دیگه مرجعیتشون رو از دست میدن. همین الان ببینید اصلاح طلبا مرجعیتشون رو از دست دادن، اپوزیسیون هم مرجعیتش رو با این وضعیت از دست خواهد داد، چون البته جمهوری اسلامی خب نقش بزرگی توش داره، ولی متاسفانه خب خودش هم مقصر است و از این طرف هم به هر حال شرایط اجتماعی ما یه طوریه که، یعنی من میخوام بگم این خطرات رو ما ببینیم و وقت بفهمیم برای اینکه بشه از این وضعیت جلوگیری کرد چقدر باید فعال باشیم و چقدر باید بتونیم از خواسته های خودمون، حتی بعضی وقتها از اصول خودمون صرف نظر بکنیم، تا اینکه حداقل این زمان رو شاید بتونیم کوتاه‌ترش بکنیم، برای اینکه کل ساختار امنیتی و نظامی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران فرو نپاشه و تمام پیوندهای اجتماعی در بین ایرانی‌ها از بین نره. چون ما الان بازم میگم در دوران 150 سال پیش نیستیم که مردم از وضع هم خبر نداشته باشن، الان همه خبر دارن. و متاسفانه در این شرایط مطمئن باشین این افراطی‌ها هستن که دست بالا رو میگیرن، نه افراد معقولی چون شما، نه افراد مصلح و خیرخواهی مثل شما، بلکه این افراطیون هستن که با سخنرانی‌های قرا میتونن جمعیت رو تحریک بکنن. و به نظر من این میتونه خطر خیلی بزرگی باشه و اون گزار نامعقول که من میگم منظورم همین هستش دیگه. به هر حال صحبت در مورد راه حل که خیلی زیاده، ولی فکر نکنم فرصتش داشته باشم. اگر یک جلسه دیگه باشه بتونم در این مورد صحبت کنم. البته در درجه اول ما باید بتونیم هنوز رو بحث این که راهبرد امنیتی رژیم برای سرکوب چیه. شما تا یک سیستم رو دقیق نشناسید نمیتونید دقیق برای نابودش برنامه‌ریزی کنید. ما اول باید ببینیم راهبردهای جدید امنیتی رژیم
برای اتمیزه کردن جامعه، برای ایجاد وحشت در جامعه چیه، و بعد بتونیم براش راه حل بدیم و بگیم آیا میتونیم به تنهایی از پسش بر بیایم یا نه. ممنون. خیلی ممنون خانم بوراقایی. آیه قائم مقام بفرمایید. آیه قائم مقام ببخشید من پشت به دیوار میزنم که بفرمایید. ببینید یه نکته کلی وجود داره، راه حل‌های عجیب و غریبی وجود نداره به اون ترتیب برای هیچ جریانی. در صورت یه مش راه حل‌های هستش که برای این کشور فرق میکنه، برای اون کشور یه درصد نوع راه حل‌های وجود دارن، یعنی این نیستش که وقتی اصلا وجود نداشته باشه. حالا این اگر با به اصطلاح حرکت‌های دست جمعی باشه، نمیدونم غیره باشه، اینها خودش یه طرف، ولی با تمام تفاصیل بدون ارگانیزیشن تقریبا غیر ممکنه. حالا احتمالا این گروه ارگانیزیشن خوب نیست، ارگانیزیشن بهتره، اونی که بد نیست، ارگانیزیشن هیچ جایی ندارد به این جامعه فلان، ولی با تمام تفاصیل باید ارگانایز باشه، باید بتونن آدم ها با همدیگه تماس بگیرن، باید جنبش سراسری بشه. جنبش سراسری احتیاج به مرکزیت داره، حالا ممکنه چند تا مرکزیت باشه ولی احتیاج به مرکزیت داره. خود به خودی جنبش خود به خودی شروع یک کاره برای جریانات، ولی از درون جنبش خود به خودیه که قهرماناش به وجود میان، آدماش به وجود. شما یه فیلمی گذاشتن به نام سالهای پیش بود به نام نبرد الجزایر. من فکر می‌کنم با اینکه خیلی فیلم قدیمیه ولی دیدنش بسیار جالبه که چه نشون داره میده که چجوری جنبش های خود به خودی تو این ماجرا به وجود آمدن. این قهرمانان نمیدونم بن بلا و بن خدا و اینها چجوری به وجود آمدن، همینجوری، یعنی اینجوری نبودن که از اول یعنی همچه قهرمانایی وجود داشته، جنبش مسلحانه وجود داشت فلان، ولی اونی که تونست بگیره جنبشی بود که به طور به اصطلاح خلقی و کلی و شروع کردن در تظاهرات در تمام شهرها و هی بالا گرفت بالا گرفت بالا گرفت که دیگه اشرت به جای رسید که مجبور شد فرانسه از اون جریان بره بیرون. و ولی اون باز دارای رهبری بود، یعنی رهبریش توی وضعشون توی کشور دیگه رفتونن شده سودن. حتی کشورهایی مثل مراکش سلطان محمد پنجم مثلا این کاره نبود، ولی بعد از ماجرا تشکری که از سلطان محمد پنجم کردن بسیار بزرگ که چقدر به این جنبش کمک کرد. یعنی حتی جریاناتی که خودشون مسئله بودن توی جریانات تونستن به این همچین جنبشی کمک بکنن. در حال گفتم این نوع جنبش ها یه نوع برای هر کشوری و هر محلی یه نوع شیوه خاصی وجود داره، یه ترتیب، ولی وجود دارن. این نیست که این جنبش ها وجود نداشته باشن یا اینکه باید منتظر بشیم تا فلان بشه، ولی از یک جایی باید این جریانات شروع کنه و حرکت کردن، و این جهانی هم باید باشه، تو خودش نمیتونه به اون ترتیب رشد پیدا بکنه. با وجود کمبود این که با وجود این که سازمان های سیاسی تو خارج از کشور رشدی نتونسته بودن بکنن و به خصوص جنبش جوانان، حداقل من مال آمریکا رو دارم میگم، اون علاقه رو نشون نمیداد که در جریانات سیاسی شرکت بکنه، با اینکه در جریانات نمیدونم هنری و نمیدونم مولانا و غیره اینا بسیار قوی تو دانشگاه بودن ولی جریان سیاسی نمیدونم شرکت کنه، ولی همون هسته های جریانات سیاسی مسائل رو به طور کلی در تلویزیون ها میبرد، در این ور میبرد اون ور، یعنی بدون اینها مرده بود داستان، یعنی تو حد دقیق تو خارج از کشور. یعنی من دارم میگم وجود اینا بسیار بسیار لازمه. اون نهضتی که وجود داره یه مقدارش داخل کشور بود یه مقدارش خارج از کشور که آقا باید به اینا توجهی نکرد، اینا کسی نیستن، کسی رو ندارن، چیزی نیستن، پایه ندارن به جریانات، اصلا این غلط داستانش. هر جریانی اولش پایه نداره، باید پایه پیدا بکنه. حتی آنهایی که خیلی پایه دارن داغونشون میکنن که بتونن پایه هاشون کم بشه، ولی باز نمارتون میتونن رشد پیدا بکنن، بیان و بیان بالا. همجور داریم میبینیم داره انجام میشه این جریانات به طور کلی. در اصل من کاملا امیدوارم و به قول اون چیز من زندانی امیدم، یعنی اصلا چارهی به جز این ماجرا ما نداریم و باید امیدوار بود به تحرکات جامعه همون و دنبالش باید بریم و بخش از ماجرا باشیم. مرسی. ممنون.
خیلی ممنون آقای قائم مقام. آقای حسن بیات بفرمایید. آقای بیات. بله، مجددا سلام عرض میکنم. من سپاسگزارم از خانم آقایی و آقای قائم مقام که بسیار جالب بود، گفتگوشون بسیار مفید و خوب بود. در این حال یه سوالی هم از آقای لادن داشتم. یک موضوع خیلی خوب شروع کرد ولی یک چیزای بایستی تمام می کرد یا می گفت، مثل این که وقت نداشت یا نخواست بده یا نتونست. یا این دوست داشتم قرارداد 25 ساله چین و ایران را یک کمی بیشتر توضیح می داد، ولی در این حال متشکرم. و این سوال داشتم که برای خاطر این که وقتی که این قرارداد با چین بستن، دوست داشتم که گفتگو کنه که چند هزار تا ماهیگیر ایرانی بیکار شدن و در شمار در بدبختی افتادن. این یکی دیگه این که دوست داشتم بیشتر راجع به این که این قرارداد بس، تقریبا میشه گفت که یک قسمتی از ایران داد به دست چین، مثلا ماهیگیری کشتی های بزرگ ماهیگیری چین وقتی میاد اونجا دیگه اجازه نمیگیره از اینا، از اون ماهی کشتی های بسیار بزرگ اصلا جارو میکنه زیر دریا، بالای دریا هرچی ماهی هست میگیره و چیزی هم با ایران نمیده. یه اینقدر ماهی گرفتم از مرز ایران، از خاک ایران، از قسمت دریای ایران، بالاخره باید یه گمرک یه چیز، اینم نمیده، سواری میره و یعنی کشتی دریای ما را در حالت پور یعنی بیچارگی در میاره. ماهی های اون فیلهای بسیار عالی که بایستی پرورش پیدا کنه دیگه به تدریج از بین میره. این هست. این دو تا سوال داشتم. یک سوال دیگه داشتم که این قراردادی که ایران با چین باست، این حکومت یک قبیله اسلامی خونخوری هست که قرارداد فقط خودشون تصمیم گرفتن ببندن، یعنی در حقیقت اگر خوب مطالعه کنیم از ملت هم نخواستن، از مجلس هم هرچون دستور دادن شد، یعنی چیزی از این قرارداد چیزی به ملت ایران نمیرسه. اگه میشه آقای لادن یک کمی بیشتر توضیح میده اگه وقت داشته باشه. خیلی متشکرم، ولی خوشحالم، گفتگوها بسیار جالب. مرسی. خیلی ممنون آقای حسن بیات. آقای صالحی بفرمایید. آقای صالحی. عرض بکنم، من دو سه تا نکته فقط میخوام اشاره بکنم، وقت نیست واسه تحلیلش. یکی این که همه ما به یاد داریم که آقای خمینی گفت اگر مصالح جمهوری اسلامی ضرورت داشته باشه میشه تمام اصول اسلام هم کنار گذاشت. به صراحت موضع بسیار چیزی گرفت که مصالح دولت بالاتر از اصول و مصالح اسلام. بنابراین این بحث که مسئله حجاب اینها بهش بند کردن واسه این که مردم رو سرکوب بکنن و حکومت خودشون رو حفظ بکنن، من اینو یه مقدار با این نظریه مشکل دارم. از نظر من مسئله اولا خود حجاب قبل از این که جنبش یا خیزش زن زندگی آزادی آغاز بشه، همه ما میدونیم حجاب فقط شده بود یه روسری مینداختن خانوما، یا بخش بزرگی از خانوما رو سرشون، اما موشون معلوم بود، آرایششون معلوم بود، خیلی چیزا آشکار بود و آنچنان اعتراضی هم نمیشد از سوی گشت ارشاد و مقامات دولتی. به عقیده من یا به باور من مسئله حجاب یک دعوای درونی در درون خود این رژیم، جناحای این رژیم. شما میبینید از یک طرف مجلس اومده میخواد یک قانون حجاب تصویب بکنه
طرح‌های مختلف آورده شده که تا به حال سر هیچ طرحی به توافق نرسیدن. از طرف دیگه آقای قالیباف که رئیس مجلس نطق قرار میکنه در این که قانون حجاب این مجلس نباید تصویب بکنه. بعد یعنی نشون میده که دعوای درونی رژیم یه جناح با علم کردن قانون حجاب، حجاب اجباری، این چیزا میخواد از جناح دیگه آوانسایی بگیره، پهنایی بگیره. اینا را اگه بگیره مسئله دوباره چیز میشه، اون آتشش کم میشه، بعد شاید وضعیت چیز بشه، آروم بشه. از نظر من پروژه حجاب بعد از خیزش زن زندگی آزادی به عقب بر نخواهد گشت. اینو واقعیات زندگی جامعه ایران نشون میده. خیلی از خانوما حاضر نیستن دیگه بپذیرن اینکه رژیم بخواد سر اینا به زور چارقد یا چادر بکنه. شما دیدید که خانم سپیده قلیان رفت به دادگاه، چون بی حجاب رفت قاضی جلسه دادگاه رو تعطیل کرد. یعنی یک چنین وضعیتی الان توی ایران وجود داره. این یه نکته. نکته دوم سر صحبت هاییست که دوست عزیز آقای لادن کردن در رابطه با مسئله پروژه چین. ببینید چینو در واقع امریکا چین کرد. بدون چرا این کارو کرد؟ زمان نیکسون آقای کیزینجر رفتن به چین و حاضر اعلام کردن که ما حاضریم در چین سرمایه گذاری بکنیم، نمیدونم چینو از این وضعیت اقتصادی بد بیرون بیاریم، به شرط اینکه چین خودشو، مرز خودشو یا چیز خودشو با شوروی اون زمان کم بکنه. اونم به این خاطر که امریکا و اردوگاه غرب میخواستن اردوگاه سوسیالیسم واقع موجود رو متلاشی بکنن، که تونستنم بکنن از این طریق که چینو از اون اردوگاه جدا کرد. بعدم چین نیروی کار بسیار ارزونی داشت، اینا سرمایه هاشونو می بردن اونجا سرمایه گذاری می کردن، سودهای کلانی هم می کشیدن بالا. چینی هم در کنار این که اون هم یعنی خیلی هوشیار عمل کردن، در کنار این که بینا اجازه می دادن بیان سرمایه گذاری کنن، حتی بخش بزرگی از سودهایی رو که به دست می آوردن از کشور خارج بکنن، اما شروع کردن از اینا آموختن مسئله شیوه تولید و شیوه ساختن ماشین‌آلات و خیلی چیزهای دیگر رو آموختن و کم کم خودشون شروع کردن در کنار اون صنایعی که دارای مالکیت مشترک بود، 51% چین 49% سرمایه خارجی، شروع کردن صنایع 100% چینی رو به وجود آوردن و شدن کارخونه دنیا. میگن چین شد کارخونه دنیا. الان چین بزرگ شده، امریکا شروع کرده چین رو کوچک کردن. آخرین اطلاعاتی رو یا مقالاتی رو که من خوندم، اولا هندوستان رو دارن علم میکنن، بخش بزرگی از سرمایه‌هایی رو که تا حالا در چین راه انداخته بودن دارن میبرن هندوستان. مثلا شرکت اپل یک سوم تولید صنایع تولیدی خودش که در چین بوده انتقال داده به هندوستان و به احتمال زیاد با راه انداختن اون بخش و ایجاد ظرفیت‌های مدرن و کارگران متخصص، بخش‌های دیگری را از چین به هندوستان انتقال خواهد داد. اینا حالا کاری رو که با چین کردن، حالا میخوام با هندوستان بکنم. میخوام به این دلیل که چین رو ضعیف کنن. آخرین مقالاتی که من خوندم، الان ورود و صدور سرمایه به چین طوریست که بین 40 تا 60 میلیارد
دلار در ما از چین سرمایه داره خارج میشه. یعنی اینو اگر ما معیار بگیریم در عرض یک سال بین 4000 برای 60 تا 10 تا میکنه یا 40 تا 10 تا میکنه 400 تا 500 تا 600 میلیارد دلار 400 تا 600 میلیارد دلار سرمایه از چین خارج میشه در عرض یک سال و این یه رقم بزرگیه. بعد صدور سرمایه از یک کشور یعنی اینکه اقتصاد اون کشور دچار رکود بشه و اینا الان تمام برنامه‌شون اینه که این کار رو با چین بکنن، اقتصاد چین رو کوچک بکنن، بعد تحت کنترل خودشون در بیاد. بعد چین هم تا حالا نتونسته در مقابل این خروج سرمایه از چین تا حالا راه حل‌هایی پیدا بکنه، مگر اینکه ما میدونیم که چین به خاطر صادرات زیادی که داشته هر سال بین 200 تا 250 میلیارد دلار اضافه صادراتش بیشتر از وارداتش بوده، بنابراین پول کلانی ذخیره کرده که 2000 میلیارد دلارش رفته اوراق قرضه امریکا خریده که اگر بخواد اینا رو وارد بازار بکنه در واقع قیمت دلار پایین خواهد اومد و به خودش ضربه میزنه. و چرا؟ چون چیزی رو که گرون خریده باید ارزون بفروشه در بازار. با این پول میتونه یک مقدار با این افزایش صدور صادرات از چین اینو تحت کنترل داشته باشه اگر اون پولا رو بیاره وارد بازار خودش بکنه، منتها در دراز مدت نخواهد تونست. و به همین دلیل بعضی از اقتصاددانان میگن که امسال هم قرار بوده که چین 7% رشد بکنه، توی این 6 ماه اول سال رشدش به 5.5% رسیده، یعنی 1.5% کمتر از اون چیزی که دولت چین پیش یا حتی بانک‌های جهانی پیش بینی می‌کردن. یعنی داره از شتاب رشد اقتصادی چین هم کاسته میشه. چین با این برگردیم به صحبت دوست ما آقای لادن، چین با این چیز ابریشم، راه ابریشم یا جاده ابریشم، در واقع میخواد محاصره دریا، چون انرژی یا از طریق دریا باید به چین برسه یا از طریق زمین. دریا در کنترل امریکاست، نیروی دریایی امریکا قوی ترین نیروی دریایی جهانه. بعد چین در محاصره استرالیا، ژاپن و برخی دیگر از کشورهای شرق آسیا است که نوچه های کره جنوبی به طور مثال که نوچه های امپریالیسم امریکا است. بنابراین چین دنبال این استش که میدونه اگر مسئله تایوان و یا همین مسائل اقتصادی بالا بگیره، امریکا میتونه راه دریایی وارد کردن انرژی به چین رو بگیره و چین هم نیاز به انرژی از بازار جهانی داره. بنابراین این پروژه جاده ابریشم این استش که چین بتونه از طریق زمینی به کشورهایی که تولید انرژی میکنن که یکیش روسیه است، ایران، عراق، سوریه است، حتی عربستان میتونه از طریق اردن و سوریه به عراق و ایران وصل بشه، بتونه از آلترناتیو زمینی رو برای وارد کردن انرژی داشته باشه. به همین دلیل این سرمایه کلان رو برنامه ریزی کرده، در بعضی از کشورها انجام داده و در ایران هم میخواد انجام بده. یه نکته رو بگم، ببینید چین برای نمونه تا حالا دولت یونان چند سال پیش ورشکست شده بود، امروز به فردا حقوق مردم رو نصف کردن، بعد وضعیت 400 میلیارد دلار دولت کوچک یونان بدهی خارجی داشت، الان خود همین ترکیه
470 میلیارد دلار بدهی خارجی داره. با بدهکار کردن این کشورها و اینکه این کشورها باید سالیانه چندین میلیارد دلار فقط بهره این قرضهایی رو که گرفتن بدن، این کشورها رو در واقع میچاپن. در یونان هم اینطوری بوده. یونان مجبور شد بندر آتنو به چین بفروشه. یعنی چین یه پولی به دولت چیز داد، به دولت یونان داد برای 50 سال یا 75 سال، من الان تو حافظه ندارم. آی ساله خواهش کنم جمع‌بندی کنیم. من الان جمع‌بندی میکنم. این بنده رو خرید و من دوستی دارم در آتن زندگی میکنه، با اون صحبت میکردم، گفت اینقدر سرمایه گذاری کرده که این بندر الان یکی از مهم مدرن‌ترین بندرهای اروپاست، بندر آتن. همین کارو با تل‌آویو کرده، بندر اسرائیل هم اونجا خریده. همین کارو با یکی از کشورهای آسیایی کرده، اون همسایه هندوستان، الان سیلان قدیم، الان اسمش یادم رفته. این که چین بیاد سرمایه گذاری بکنه به این معنا نیستش که اومده ما رو خریده، ما دولت ایران شده نوکر چین. باید شما ببینید که این سرمایه گذاری برای جامعه ما چه سود و زیانی داره. این که بیاد زیر ساخت های ایران در زمینه راه آهن و جاده مدرن بشه، این به سود مردم ایرانه. چرا؟ چون با زیر ساخت های مدرن راهی هستش که شما میتونید کانون های مختلف صنعتی ایجاد بکنید و انتقال سرمایه ها را هموار بکنید. این بس طولانیه. من یه نکته دیگه هم راجع به صحبت های خانم آقای پوراغایی داشتم که به اون دیگه نمیرسم. خیلی ممنون که به من وقت دادید که لااقل این نکته رو یه مقدار توضیح بده. مرسی. خیلی خیلی ممنون آقای صالحی. آقای تقوی بیاد بفرمایید. آقای تقوی بیاد. با درود دوباره به دوستان گرامی، شنیدم قصه این پیر مسکین را. با سپاس از سخنرانان و دوستانی که در این نشست شرکت دارند، موضوع امشب مشکلات یعنی مسائل ایران بود و چه باید کرد. جالب اینه که جز کامبیز گرامی که به مسئله چه باید کرد پرداخت، دوستان دیگر به چه باید کرد توجهی نکردن. آره، شنیدم قصه این پیر مسکین رو. بگو آیا تواند بود بیند روزگار وست؟ آیا واقعا ما میتونیم راه حلی پیدا کنیم برای کشورمون که از این میایم قصه میگیم، میایم داستان میگیم، میایم تفسیر میکنیم؟ نه، این مسئله رو حل نمیکنه. ما باید یه راه حل پیدا کنیم. ما باید یه جوری بشینیم به خلد ورزی. من نمیدونم دوستان چجور میتونن این راه رو توصیه کنن که ما این کار رو بکنیم، ولی من اینقدر میفهمم که میبایستی ما به خردورزی بنشینیم و راه حل پیدا کنیم. ما از این که تفسیر کنیم و گفتگو کنیم و وقت بگذاریم به این صورتی که هر بار میاییم اینجا انجام میدیم، مسئله را حل نمی کنیم. بیایید شاید بیایید یک جمعی رو از بین خودمون برای خردورزی انتخاب کنیم و ازشون خواهش کنیم که مشکلات کشور ما رو زیر ذره بین بگذارن، با هم بررسی کنن و دنبال راه حل بگردن. ما تا دنبال راه حل نباشیم مشکلی رو حل نمیتونیم بکنیم. من خواهشم از دوستان این است که
ما دنبال راه حل باشیم و الا گفتن تاریخ و سرگذشت کشورمون برامون که هممونم بلدیم خوندیم میدونیم کاری رو حل نمی کنه. من بیشتر از این وقت دوستان رو نمی گیرم. پیشنهادم اینه که بیایم یک جمعی رو پیدا کنیم که بنشینن به خرد ورزی. بیشتر از این وقتتون نمی گیرم. خیلی ممنون آقای منیجر دخلی و یاد. دوستان دیگه وقت نگیرید. خواهش می کنم صحبت بدیم با آقای صحبت بدیم به خانم پورآقایی برای جمع‌بندی و آقای کامبیز قائم‌مقام و آقای حسین لادن به بعد جمع‌بندی آقای فرهنگ قاسمی. خانم پورآقایی بفرمایید. جمع‌بندی در یک زمان حدود 10 دقیقه زیر 10 دقیقه باشه بهتر است. بفرمایید خانم آقایی. خب ممنونم از شما. من بیش خدا فهم کنم این 10 دقیقه از اون اول همون اول تجبیه می شود همون اول جمع بندی می کردم خیلی سوالات جواب داده می شود خیلی بامان نبود. ولی ببینید در ارتباط با مسئله نقش غرب که یکی از آقایون اسم بازم میگم اسمش شرفشون نمیدونم صحبت کردن و یه خاطری از 25 سال پیش گفتم. ببینید نگاه کنید ما که نسبت به غرب توهم نداریم که، ولی واقعیت اینه که من یه مثال بزنم. شما الان اوکراین نگاه کنید، حالا ممکنه بگن اوکراین ربطی به ایران نداره، ولی اصلا من این مسئله رو در نظر نمیگیرم. فرض کنید که اوکراین یک کشوری که میخواد از استقلال خودش دفاع کنه و به هر حال این رئیس جمهوری زلنسکی به دلیل اون مقاومت که در برابر روسیه کرد اکثریت مردم با خودش همراه کرد، تونست ارتش رو بسیج بکنه. ولی من یه سوالی دارم، آیا همین ارتش اوکراین، آیا این میلیون ها اوکراینی که همه حاضرن، تازه خیلی خیلی چالش هایی که ما توی ایران حتی در همون بستر مردم عادیمون، یعنی بین خود ملت ایران داریم به عنوان یک واحد، تو اوکراین خیلی کمتره، خیلی. یعنی مثلا مثل بحث تکثرهای قومی هست، مثلا تکثرهای مذهبی در ایران هست، حتی اختلافات فکری خیلی سنگین گاهی وقتا بین نسل‌های مختلف هست، شکاف نسلی هست، اینا رو خب به هر حال ندارن دیگه. یعنی ملت تقریبا میشه گفت از خیلی لحاظ یک بارشتر هستن. اما با این همه بدون کمک غرب و بدون همین غربی که ممکنه واقعا من و شما خیلی ازشون دلخون هم باشیم که هستیم، و کمک میدانی البته منظورمه، نه اینکه فقط مثلا میخواستن به مردم اوکراین بگم آفرید شما یه ملت شجاع هستید، شما میتونید پوتین رو شکست بدید، شما ارادتون باعث سرنگونی اون دشمنی میشه که میخواد سرزمین شما رو نابود کنه، نه خیر، بلکه اومدن و در حال حاضر دارن میلیاردها دلار خرج میکنن. این که در پس پرده چی هست و چه جوری میخوان این پولا رو بعدن برگردونن و جبران بکنن که به نظر من میکنن، به هر حال اینجوری نیست که این پولها بره و برنگرده. ولی میخوام اینو بگم که در هر شکل این واقعیت وجود داره که مردمی که اون سلاح نداشته باشن در ایران، واقعیت مردمی که تو خیابانیان سلاح ندارن و ما با رژیمی طرف هستیم که از هر سلاحی استفاده میکنه برای نابودی ملت خودش. حالا من نمیخوام قیاس کنم مثلا، چون میدونم به هر حال خیلی از شما دوستان رژیم شاه یک رژیم دیکتاتور میدونیم، ولی واقعیت اینه که در زمان شاه یک پلتفرم هایی وجود داشت، مثل مسجد بود، مثل نمیدونم محل‌های مذهبی بود، یک جاهایی بودش که حداقل مردم میتونستن ارگانایز کنن. اینقدر که دوستان بحث سازماندهی رو آقای قائم مقام هی میگن سازمان سازماندهی سازماندهی، آقای قائم مقام این سازماندهی باید بستر داشته باشه دیگه. شما بدون پلتفرم که نمیتونی همینجوری رو هوا ماهی بگیم سازماندهی سازماندهی، در خلأ که شکل نمیگیره، یه بستری میخواد. در زمان شاه این بستر بود، در مساجد بود، حتی تا حد مثلا دانشگاه‌ها یک فضای وجود داشت، حداقل مثلا پسرها و دخترها من مادر خودم دانشگاه تبریز بوده، میگفتش که مثلا خب ما پسرها و دخترها اصلا این چیزای سیاسی، این مخالفت های سیاسی یه جورایی به دلیل این بود که راحت میتونستن از لحاظ اجتماعی حداقل تو فضای دانشگاه میتونستن دانشجو با هم دیگه در تماس باشن. اون تماسی که شما راجبش صحبت میکنید، اون فیس تو فیس بودنی که شما ازش میگید و منطقی هم هست، اصلا در ایران جمهوری اسلامی امکانش رو کامل گرفته. حتی من دیگه میگم دیگه بالاتر از این که گفتم که حتی مخالفین خودش رو مدیریت میکنه. یعنی شما فکر کنید فداکارترین آدمایی که شما میتونید تصور کنید، این رو من واقعا از نزدیک در طول این 20 سال فعالیت سیاسی دیدم،
خیلی هاشو متاسفانه از من یه مثال بزنم شاید یه خورده دردناک باشه و این برای دوستان. من خاطرم میاد پدر زنده‌یاد پویا بختیاری که کشته شد در غیاب آبان ما، ایشون زمانی سپاه تو سپاه بوده تو کردستان، یه صحبت خیلی جالبی کرد، گفتش که اون موقعی ما تو سپاه بودیم، اون موقع ها یعنی هنوز تازه رژیم یک صدم الان حرفه‌ای نبوده، تجربه نداشته، میگفت به ما میگفتن که بیانیه از دموکرات منتشر کنید علیه کمله، از طرف کمله منتشر کنید علیه دموکرات. یعنی اینا اون موقعش استاد بودن که چطوری بتونن گروه ها رو به جون هم بندازن و واقعا هم انداختن ها، و حال جنگ های در گرفت و افراد بیگناهی کشته شدن. یعنی میخوام بگم که مسئله مدیریت مخالفی که من مطرح میکنم حقیقتا یک سابقه 45 ساله داره و الان خیلی پیچیده‌تر شده. بعد اون موقع اصلا اینا این پولا رو نداشتن، این ساختار مخوف امنیتی رو برای خودشون درست نکرده بودن. و همین خاطر من فکر میکنم که ما باید این مقداری از این فضای فانتزی که توی ذهنمون نسبت به بحث مبارزه خیلی مهمه، این واژه مبارزه، تعریف مبارزه، امکان مبارزه، رسیدن به اهداف مبارزه در و اصلا چه کوتاه مدت، چه بلند مدت، چه میان مدت، اینا رو ما باید بتونیم همه رو یک پلنی براش داشته باشیم. همینجوری نمیتونیم بگیم با مبارزه پیروز میشیم. بله خب مردم اوکراین هم ممکن بود مثلا 20 سال دیگه بگن آقا ما بجنگیم با روسیه شاید پیروز بشیم، بله خب 20 سال دیگه چیزی از مملکتشون نمیمون. و من این بحث که در ارتباط راه حل مطرح شد و فکر میکنم شاید بهتر باشه به یک جلسه دیگه بسپاریم، حقیقتا من به این نتیجه رسیدم که اتفاقا برعکس صحبتی که بعضی دوستان میکنن، سازمانهای سیاسی نیستن که میتونن بستر راه حل باشن و ما باید بتونیم پلتفرم های ایجاد بکنیم که امکان کمترین نفوذ توش باشه. مثلا دادخواهی، مثلا خیلی صریح دارم میگم دادخواهی. البته من نمیگم حتی تو بحث دادخواهی امکان نفوذ نیست، نمیگم امکان مدیریت نیست، حتی جمهوری اسلامی اونم خیلی سعی کرده که بتونه خنثاش بکنه، ولی در مقایسه با سایر در واقع چطوری بگم بسترهایی که مثلا به عنوان مخالفت با حکومت شکل گرفته، حتی کارگری، حتی معلمان، حتی بازنشستگان، حتی نمیدونم هر قشری که حساب کنید، یعنی من یه نمونه بگم برای بازنشستگان، قشنگ ببینید شما باورتون نمیشه اینا چطوری اومدن اون فضای اتحاد بین بازنشستگان رو شکستن. چندین گروه شکل گرفت، من خودم با یه سری از فعالانشون در تماسم، مرتب در حال جدا شدن، این گروه از اون جدا میشه، اون از این جدا میشه، یکی میگه اون، یکی نمیدونم اطلاعاتی، اون یه امنیتی، همه این کارا خود رژیم انجام میده. و متاسفانه میگم یعنی چیزی که مسئله فقط خارج نیست، ما در درون حتی فعالیت‌های کارگری، فعالیت‌های معلمان، بازنشستگان، دانشجویان یه همچین فضای نفوذ رو داریم میبینیم. و من فکر میکنم که بستر دادخواهی و به هر حال به خصوص حوزه حقوق، یعنی مثلا وکلایی که سالها سابقه دفاع دارن از کسایی که مبارزه کردن علیه رژیم، حداقل اونا کمترین باگو دارن، من صریح دارم میگم کمترین باگو دارن. و اگه ما بتونیم بستر دادخواهی رو به بستر حقوقی اون به قول معروف نسبتاً سالم مونده گره بزنیم، میتونیم حتی راه حل های بسیار مشترکی رو به جامعه بدیم که اعتماد جلب کنه. جامعه ایران اعتماد نداره به هیچ کی، اعتماد نداره به شما، نداره به من، نداره به پهلوی، نداره به رجوی، نداره به نمیدونم گروهای کرد، فقط میتونن درون خودشون توی منطقه مشخص، اونم تازه من شنیدم نهایتاً 20-25% نهایتاً 30% جامعه کردستان رو میتونن حامل چیزشون باشن، در حقیقت جلب حمایتشون بکنن. و این وضعیتی که ما دچارش هستیم، بنابراین اتفاقا به نظر من در بستر سازمان‌های سیاسی که به هر شکلی یا مدیریت میشن یا متاسفانه خودشون نشون دادن که اون توانایی رو ندارن، سخت میشه، ولی بستر دادخواهی رو من بهش امید دارم. و همینجور به هر حال وکلایی که در این سالها تونستن هزینه‌های سنگینی بدن برای دفاع از موکلانشون، یعنی اینجور نبوده مثلا طرف بره فعال سیاسی بشه، خودش کسیه که در یک ساختار دیکتاتوری و یک ساختار وحشت داوطلبانه میاد از اون جایگاه وکالت خودش که میتونه اگر کنار حکومت باشه میتونه براش بهترین امکانات فراهم بشه، اگه کنار حکومت باشه میتونه یه قاضی بشه مای 100 میلیون بهش بدن مثل صلواتی، هر کسافت کاری هم بکنه و هیچ چی بهش نگن، در عوض اون رو کنار میذاره، تمام این امتیازات رو میذاره کنار و میاد دفاع میکنه از یک زندانی سیاسی که بی پشت و پناه. و مثل افراد مثل کسای آقای مثل آقای یوسف عبدالفتاح سلطانی، خیلی های دیگه که حالا من نمیخوام الان دونه دونه اسم بیارم، و اینا حداقل به نظر من این امکان رو دارن که ما بتونیم روشون حساب بکنیم و اگر یک به قول معروف
تجمیع این دو نیرو در کنار هم میتونه یه راه حل بده. حالا روی جزئیاتش هم میشه صحبت کرد، من خودم خیلی روی تو این مسئله، چون من با شورای انقلابی دادخان کار میکنم، فعالیت میکنم، این شورا مدتی که شکل گرفته در خارج کشورم هست و الان انجمن آبان شکل گرفته از خانواده دادخواه آبان و به نظر من یک فرصت بسیار طلایی هستش برای فعالان سیاسی که بیان در از طرحی که این خانواده ها میدن، از خواسته های اینا، منتها خواسته های سیاسی شد، خواسته های مشکل، نه فقط حقوق بشری، نه اینکه فقط مثلا رژیم بخوام چیز کنیم بیانیه بدیم، نه، بلکه خواستای سیاسی اینا رو حمایت بکنن، از سرهاشون حمایت بکنن و شاید بشه اون وقت بشه مردم رو حداقل تا حد بیشتری بسیج کرد. ما الان با بسیج مردمی نیاز داریم، این رژیم نمیذاره مردم بسیج بشن، برای همین شما با همش با اعتراضات پراکنده روبرو هستید. حتی در قیام مهسا هم واقعیت اینه که جامعه ای که اومد هزینه داد و جلوی گلوله ایستاد، من نمیدونم چقدر چند درصد بود، ولی بعید میدونم بیشتر از 3% جامعه فعالانه وارد خیابان ها شدن. ما برای اینکه بتونیم اقشار بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم و باید خیلی پلن های خیلی دقیقی داشته باشیم، زمینه که مردم باید بتونن اعتماد کنن. خیلی بحث پیچیده‌ای ولی غیر ممکن نیست. خیلی ممنون خانم براقایی. آقای قائم مقام بفرمایید. آقای قائم مقام ببخشید، من گذاشته بودم که چهار در این حال گوش میکردم و چارج گوشتم. در صورت من صحبت های خانم رو گوش کردم و به شدت علیه سازمان ها هستن، ولی باز خود چون پیشنهاد انجمن ها رو میکنن، اسمش رو فقط فرق داره، ولی انجمن ها همین هایی که یه دوره هم جمع شن بتونن کاری انجام بدن و نتیجتا باز همونه، منتها اسم و شکلش یه مقدار فرق داره. باز اینی که آقا لویرها بتونن دوره هم جمع بشن، نمیدونم حقوقدانان بتونن جمع بشن، بازنشستگان بتونن، در اصل همون کار دیگه ای نمیشه کرد. من بس اینی هم که بستری وجود داره، بستری عظیمتر از بستر مهسا تو این سالها ما ندیدیم، منتها خب زدن داغونش کردن دو مرتبه. همیشه این قاقای جریان بوده، می آمده رشد میکرده، می زدن عبین می بردن، دو مرتبه می آمده رشد میکرده. یعنی اینا تا زمانی که میتونن جلو ماجراها رو می گیرن که بتونن رشد پیدا نکنه. ولی در صورت من صحبت همو نمیخوام تکرار بکنم و معتقدم که این نهضت ادامه پیدا خواهد کرد، از درون این نهضت سازمان ها و رهبریش رو پیدا خواهد کرد. این به اصطلاح قانون کلی مبارزه است و همه جا همینطور بوده و خواهدم. مرسی. من متاسفانه باید برم چون ماشینم گشتم اینجا و میخوان ببندن مغازه و خیلی ازتون متشکرم. خیلی ممنون هستم. خیلی ممنون آقای قائم مقام. شبتون بخیر. شب روز شما بخیر آقای قائم. آقای لادن بفرمایید. آقای لادن سپاس. نخست در رابطه با سخنان جناب بیات، کاملا درست میگن که این قرارداد در چارچوب و در به نفع چینه، ولی اشاره جناب صالحی هم درسته که ایران بی بهره نخواهد بود، برای اینکه یک مقداری از زیر ساخت ها بنا میشه و درست میشه، حتی قراره که مکران مدرنیزه بشه، دوباره سازی بشه، یعنی ایران هم ازش بهره مند خواهد شد. ولی این آخوندان دیگه، چون مردم بلوش که هر روز بدبختر و بیچارتر و مفروضتر میشن، یعنی واژه ایران رو خواهش میکنم با جمهوری اسلامی قاطی نکنیم. این مسئله خیلی برای خود آره مسئله هم تو جمعی باشم که حداقل این پروتکل رو رعایت بکنن. حتما من با شما کاملا همراه هستم. درست در این راستا چند ماده از قرارداد رو گذاشتم جلوم که براتون بخونم. برای مثال بند دوم ماده هفت میگه حمایت از مواضع یکدیگر در مجامع بین المللی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش ها. بعد گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت های دفاعی و راهبردی.
یک بند دیگه میگه که بخش دو ماده یک انتقال منابع انرژی نفت گاز از غرب به شرق ایران، این در رابطه با گفتار جناب تایید گفتار جناب صالحیه که نیاز داره چین که انرژی از طریق زمینی به چین برسه و یکی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در پاکستان و بعد در ایران، به خاطر همین منظور، به خاطر حمل نفت و گاز. ولی چیزی که مسلمه اون نیازهای رژیم جمهوری اسلامیه که این مسئله رو برای بین چین و ایران مهیا کرد، نیاز و درماندگی رژیم، احتیاج بیچون و چرای حکومت به داشتن یک مدافع مشترک المنافع قدرتمند که بتونه خودش از زیر این فشار و انزوای بین المللی نجات بده. همینطور که یکی از دوستان اشاره کردن، درسته که تحریم هست، برای ایران داره میلیاردها دلار نفت رو میفروشه و استفاده از این نوع مسائله. در ضمن جناب بیاد اشاره کردن به ماهیگیری که چین انجام میده در ایران، به اون نوع ماهیگیری میگن ترول و میان همه چی رو میبلعه و با خودش میبره و واقعا یک نوع تخلیه است و به شدت به بخش عظیمی از مردم زحمتکش ایران، ماهیگیران و اونا که در اون منطقه هستن لطمه زده. یک چیز جالب دیگه باز دوباره دوستان اشاره کردن، من میخوام یک جمله ای رو که در یکی از نشریات بزرگ آمریکا نیویورک تایمز براتون بگم، میگه که این پروژه عظیم سرمایه گذاری چین برای دارم همجور که تو ذهنم دارم ترجمه میکنم براتون بگم، میگه که یکی از جوانبش اینه که بدهی های عظیمی برای کشورها به وجود میاره در چارچوبی که توانایی پرداخت حتی پرداخت منفعتش و سودش رو ندارن، چه برسه به اصل بدهی. یعنی فکر کنم جناب صالحی اشاره کردن به اوضاع اقتصادی یونان و اینکه مجبور شدن یه بندری رو بفروشن و ایران هم یعنی جمهوری اسلامی ممکنه بخش‌های از ایران رو از بدین وسیله از دست بده. میخوام خاطر جمع بشم که اون چیزایی رو که اشاره کردن من پاسخ بدم. و در رابطه با مسافرت کسینجر به چین در دوران نیکسون دیدیم که تازگی هم باز کسینجری که دیگه اینجا 100 سال شده و دیگه نقشی در هیچ چیزی نداره، الان داره این آخرین نقش خودش رو ایفا میکنه و با مقامات چینی داره گفتگو میکنه. سپاسگزارم، امیدوارم که در یه جلسه دیگری بتونیم در این مورد خیلی گسترده صحبت کنیم. خیلی ممنون آقای امیرحسین نادان. آقای قاسمی، نوبت شما میرسه، هم وقت گرفتید و هم جمع‌بندی بفرمایید. آقای قاسمی. بله، من وقت گرفتم در ارتباط با سخنان آقای منوچهر صالحی و بیشتر در اون بخش آخر که سرمایه گذاری چین در کشورهای مختلف میتونه به نفع اون کشورها باشه بگم که من اصلا موافق نیستم با این قضیه. در واقع سیاست چین اینه که این سرمایه گذاری رو میکنه، الان آقای لادن هم اینو گفتند، که این کشورها رو به قرض بندازه و سالها اینها زیر قرض میمونن. نمونش سربستانه. سربستان اومدن با دو سه هفته پیشم من اینو گفتم، اومد چین اومد گفت که براتون کارخونه لاستیک سازی میسازم که در اروپا خیلی
لاستیک احتیاج هست و فلان و اینها. اومدن کارخونه لاستیک سازی ساختن، نیروی انسانی رو خودشون رو بردن و نیروی انسانی رو مانند واقعا برده ها در یه جایی گذاشتن که بعدن وقتی رفت سازمان جهانی کار رفت دخالت کرد ببینه که چه خبره، دید واقعا یک حالت، من چین بودم و دیدم چجوری استثمار میکنن، چجوری مردم و واقعا انسان براشون اصلا ارزش نداره. الان هم شرایط طوری شده که سربستان بعد اومدن براشون را بزرگ راه درست کردن، اونجا بزرگ راه ورشکست شد، یک عالم بدهی پیدا کرد و الان سربستان زیر بدهی چینه. و در بقیه ممکنه در اسرائیل، کشورهایی که در اونجا دموکراسی وجود داشته باشه و دولت واقعا بتونه وارد مذاکره بشه برای بستن قرارداد با هر کشوری، اون یه چیز دیگه است. اگر ما یه دولتی ملی داشتیم با هر کشوری قرارداد میبست، مردم در جریان بودند، جزئیات قرارداد رو میدونستند، اون موقع میشد در این زمینه فکر کرد، دید که آیا درسته یا درست نیست. ما اصلا قرارداد نمیدونیم چیه، بنابراین نه قرارداد یه قرارداد پنهانیه و این تنها در ایران نیست، در جاهای دیگه هم همینطوره. سیاست چین سیاست استثماریه، پیشرفت خودشه و جنگ بین امریکا و چینه. من هیچ کوچکترین چیزی ندارم که ذره‌ای برای ایران منافع داشته باشه، به منفعت ایران باشه، بلکه به ضرر ایران خواهد بود. زیر ساختایی هم که میسازه بقیه کشورها رو ببینید، دخالت تا در امریکا اینا کارهایی کردن که الان وضع اقتصادی امریکا اگر چین بخواد میتونه به هم بزنه وضع اقتصادی امریکا. بنابراین به خصوص در یک کشوری مثل ایران که وضعیت به این خرابیه و اصلا دولتیه که فقط با فروختن ایران و با تجاوز به آزادی های مردم ایران و از بین بردن فعالیت های اقتصادی و تجاری و فلان اینا داره زندگی میکنه، اصلا کار نادرستیه و بیارزشه. اما بیام ببخشید که آقای صالحی، من این موقعی صحبت میکنم که شاید آخر صحبته و شما حتما جواب دارید به من بدید، حالا یا با هم خصوصی صحبت میکنیم یا با هم، میدونم که شما به هر حال شما رو خوب میشناسم، نیتتون چیز دیگریه و به هر حال چون نفر آخر هستم اینو احساس زیاد راحتی ندارم که اینو چیز کنم. اما در مورد جمع‌بندی، خب ما با دو سخنران داشتیم، موضوع وضعیت ایران و چه باید کرد بود و در جلسه‌مون 30 نفر شرکت کردند و یکی از آدمایی که شرکت کرده خانوم فریبا درودی، من نمیدونم که خانوم فریبا درودی، ما یه فریبا درودی داریم که نقاش بود و در پاریس بود و متاسفانه فوت کرد. حتما شباهت نامیه، اگر خودشون رو معرفی کنن خیلی خوب خواهد. اما 30 نفر شرکت کردند و الان 18 نفر موندن در چیز، در جلسه. بالاخره آخر جلسه از همه خسته شدن رفتن. خانم پوراقایی در ارتباط با مسئله این که هدف جمهوری اسلامی به خصوص خمینی تمکین زنان در مقابل قدرت اسلام بود که اینو در واقع زنان از همون ابتدا مقاومت کردن و اجازه ندادن این کار انجام بشه و به هر حال مقاومت کردن، این کار انجام شده ولی مبارزه ادامه داره.
صحبت احمد بخشایش رو کردن که اشاره میکنه که براندازی، بزرگترین براندازی مسئله بیهجابیه و این نشانه خیلی خوبیه که به ایشون بهش توجه کردن. بعد بیان کردن که شرایط به نظر ایشون برای براندازی رژیم، ایشون شخصا فکر میکنن که سقوط رژیم به این راحتی ها امکان پذیر نیست و انجام نمیشه و ما با رژیمی روبرو هستیم که سرکوب میکنه و تقریبا 10 سازمان سرکوب رو نام بردن که اینها مرتب در حال سرکوب آزادی های مردم هستند، زندان ها و به عنوان قدرت نظامی اجازه فعالیت رو نمیدن. امکان سازماندهی وجود نداره، جوانون زندگی بدی رو، حداقلی رو میگذرونن، زندگی بدی رو میگذرن. حتی اپوزیسیون خارج از کشور هم اگر متحد بشود نسبت به سرنگونی ایشون با وجود این بدبین هستن. البته خامنه ای ساختارها رو طوری تنظیم کرده که بعد از 25 خرداد سال 88 تغییری در سیاست‌های استراتژیک خودش داده که سرکوب شدیدتر شده. ایشون زن با مبارزی هستند، صحبتایی که کردن در این زمینه حتما دغدغه فکری ایشون بوده و فعالیت هایی هم که کردن این شناخت رو به ایشون داده، به نظر من بدون حساب نیست. در مقابل آقای کامبیز قائم مقام صحبت کردند و صحبتی از خلیل ملکی کردند که میگن همیشه میگه که همیشه میگفت که راه حلی وجود نداره ولی همیشه یه راه حلی هم وجود داره و تحولات اتحاد جماهیر شوروی رو صحبت کردن و میگفتن گاهی ممکنه که 50 سال هم طول بکشه تکون نخوره، ولی خب جمهوری اسلامی الان شده 45 سال، زیادم دور نیستیم از 50 سال که تکون نخورده. و اشاره کردن به مسئله حجاب و مسئله گوش نخوردن روباه که واقعا مسئله خیلی خوبیه. اگر روباه گوش نخوره میمیره، اگر حجاب در جمهوری اسلامی آزاد بشه جمهوری اسلامی سرنگون میشه. و بر مسئله تشکیل سازمان، یعنی راه حلی که ارائه دادن اینی که سازمان های سیاسی رشد پیدا بکنن، انجمن ها رشد پیدا بکنن. در همین جا من استفاده میکنم به حضور دوستان عرض میکنم که ما 2 آینده، یعنی جمعه آینده و جمعه بعد، 2 داریم، 2 بسیار مهم در ارتباط با نهادهای شهروندی، نهادهای مدنی و از نقطه نظر تئوریک و اثراتش در کشورهای مختلف، نمونه هایی که داشته و اثراتش در ایران و رشد نهادهای مدنی در ایران که در واقع آقای ریموند رخشانی سخنگوی تنهای این جلسه هستند که یک کار علمی تحقیقاتی انجام دادن که در اینجا بهش رسیدگی میشه. بنابراین میبینید که نهادهای مدنی برای ما سوسیال دموکرات های لایک خیلی مهمه، بهش توجه داریم و فکر میکنیم که راه حل، یکی از راه حل ها رشد نهادهای مدنی هست، کما اینکه نهادهای مدنی نسبت به اوائل انقلاب رشد پیدا کرده در ایران
منتها رشدش رشد زیرزمینیه ولی رشد پیدا کرد. آقای بیات در مورد کشتی‌های چینی که صحبت کردن که وقتی به ایران به خلیج فارس بیاد جارو میکنه و میره و این ما آقای لادن هم باز بهش اشاره کردن، دوستان دیگر هم اشاره کردن، آقای صالحی در ارتباط با اون گفته خمینی که میگفت جمهوری اسلامی یا اسلام اوجب واجبات است، به این شکلی بهشون گفتن از همه چی مهمتر مساله جمهوری اسلامی ضرورت داره. یعنی اینو به یه شکلی حالا بعدن باید چیز کنیم که آیا منظور نگرداشتن اسلامه یا نگرداشتن جمهوری اسلامی، یا از جمهوری اسلامی نتیجه بگیریم نگرداشتن دولت و قدرت سیاسی و نگرداشتن حکومته. خب این به این مسئله اشاره کردند و این که مسئله حجاب یک وسیله بند و بست و داد و ستد در داخل خود نیروهای مختلف رژیم، این میتونه باشه، یعنی در واقع یک بازی بین این دوتا جریانه. در مورد مسئله چین که بنده عرض کردم، آقای تقوی بیات گفتن که دوستان در مورد همه چی صحبت کردند اما در مورد چه باید کرد صحبت نکردند و من هم همیشه ایشون این سوال رو میکنن و منم آخر وقتی نتیجه گیری میکنم میگم سوال انقدر سخته که راه حلی براش نیست، ولی ایشون راه حلی که پیشنهاد کردن که یک گروهی جمع بشن که گروه خرد ورزی بکنن دنبال راه حل بگردیم راه حل پیدا بکنیم. در نتیجه گیری خانم پوراقایی مثال اوکراین رو زدن که اسلحه اروپا اسلحه داده، به نظر من اوکراین مثالش درسته که اروپا اسلحه میده، حالا پولش رو چجوری میده، ولی شرایط با شرایط ایران تفاوت میکنه، یعنی نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه در یک موقعیت قرار بدیم. ولی خب اروپا طبیعتا جاهایی که ببینه منافع خودش و امریکا همینطوری منافع خودشون تحت فشاره و داره از بین میره طبیعتاً کمک میکنن، چون این دعوای در واقع قدرت‌های بزرگ. آقای لادن در نتیجه گیری به این چیز گفتن که به نفع این قرارداد به نفع چین است و به نفع ایران هم احتمالاً میتونه باشه و سرمایه گذاری در پاکستان و در ایران و رقم بزرگی رو چیز کردم بیان کردم. من امیدوارم که تونسته باشم جنبندی صادقانه بکنم از این وضع، ولی اگر چیزی گفتم که واقعا از حد یعنی نادرسته دوستان میتونن که اصلاح بکنن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون آقای قاسمی. اگر اجازه بدید دو دقیقه با آقای صالحی شاید صحبتی دارن بکنن به بعد جلسه را پایان بدیم. آقای صالحی صداتون نیست نداره، چون سخنی نداره، صحبتی ندارن. پس آرزوی شب روز خوبی برای آقای صالحی. صداتون نیومد اصلا، حق داری، سرش که تکون داد چیز بلندگو خاموش بود. من عرض کردم که آقای قاسمی نظر خودشون رو گفتم، منم نظر خودم رو گفتم که احتیاجی نداره که دائم بخواییم با هم دعوا بکنیم، که ما دوستیم با هم. ما که هیچ وقت با شما ما اصلا دعوا نداریم، به خصوص با شما. آقای صالحی شما حق جواب دادن دارین، سانسورچی نشم آقای صالحی. نه من اگه بخوام وارد بحث بعدن صحبت وقت بیشتری دارم، فکر می‌کنم همین جور باشه بهتره.
متشکرم. پس آرزوی شب روز خوشی برای همه شما دوستان همچنین تا همه آینده برای همگان. دب و روز خوش. خیلی ممنون از این که اومدید سپیده جان. خیلی ممنون، قربانت، مرسی. به کاوه سلام برسونید، میدونم که اینجاست. آره حتما حتما، مرسی. خدا خدا حافظ. بخیر. شب بخیر.